با سلام به شما بینندگان عزیز، هر جای دنیا که هستید، اگرم زودتر از ما تونستید برید اون کرات دیگه، از اونجا برنامه رو ببینید، برای ما بگید که اوضاع و احوال چگونه است. امروز هوا بعد از بارونی که دیروز زد اینجا و در عرض یک ساعت 3 اینچ بارون آمد و جاده ها بسته شد و جاده ها شسته شد و رفت. دوستان، اگر توی یکی از دهات ایران یه همچه اتفاقی بیفته فوری هممون فوش میدیم. آمریکا این جاده ای که بغل CIA رد میشه چنان آب گرفته بود که بسته شد و بیا و ببند و وامکافات، و امروز باز شد و خیلی بارون بدی بود. اینجا بهش میگن تندرستورم. از روزی که این زنه که به اصطلاح لخت میشه، دوست دختر آقای ترامپ، استورمی دانیل اسمش آمده، حالا هر وقت یه بارون شدید میاد دوستان مینویسن که استورمی دانیل آمده در واشنگتن، یعنی دوست دختر این ترامپ شارلاتان. و اما دوستان، هنوز کسی از شماها هست که باور داشته باشه این ترامپ آدم اصلا آدمه، عقل داره، آدم سالمیه؟ حالا کاری با آدم خوبیش و بیزینسمن خوبیش و اینا ما نداریم. این مردی که دیوانه، سعید آبدینی، کشیش قلابی که زنش و بچهش زده، حالا هی میره این دخترهای جوان از ترکیه برمیداره میاد اینا رو امیگریشن باید زنگ بزنیم برن دنبالشون. خانمه میگه چاقو گذاشتن اینجا، چاقو گذاشت. خانم اون یه چیز دیگه بوده، بغل از این آبدینی پوفیوز نشستی، نون نداره بخوره، ولی رفته پول داده، موهاشو کاشته. زن احمقش وقتی این تو زندان بود با این فاکس نیوزی ها که سابقشون چقدر خوبه، چقدر رفت آمد کرد تا این از زندان آورد بیرون. خدا میدونه کجاها رفت با اونا که این آورد بیرون. حالا که آوردش بیرون خودشو میزد، بچهش هم میزد، جدا شدن. حالا که جدا شدن این احمق میگه من پیامبرم و پیشگویی میکنه که کوروش جدید، همون جوری که نتانیاهو به روبا گفتن شما شاهدت چیه، گفت دومم. اونجا که من این خروسا رو بردم، مرغا رو بردم، تیکی تیکی کردم، یا شما میگین تیکی تیکی کردم، من هم چیکار نکردم، این دوم من با هم بود، شاهدت کیه؟ دوم بم، به قول شیرازی ها. در هر صورت روزگار غریبی است دوستان، باید ببینیم که چه باید کرد. درباره چه باید کرد، اولین قسمتش اینه که من این فیسبوک رو شیر کنم با دوستانی که روی مردم تیوی هستن، ببینم که سعید مثل مرغ پرکنده عصبانیه، میگه صلح به این تلفن کار نمیکنه، اون لینک کار نمیکنه. میدونم عزیز برادر، اینا پول 6 ماه رو از ما گرفتن پیش پیش و بهشون میگم خب شما اگه میگین ویندوز انکودر رو سپورت نمیکنه، چرا پولشو از ما گرفتین؟ میگه اون موقعی که گرفتیم سپورت میکرده. میگم چه قطع شده؟ میگه همون روزایی که از شما پول گرفتیم بعدش قطع شده. میگم خب اون روز طالب ما بدهکار، این پول رو پس بدید. روزگار غریبی است. بذارید من اینو شیر کنم با این دوستان. امروز ساعت 2:30 سعی میکنم با آقای احمد علی مسعود انصاری تماس بگیرم. یه دوستی از مشهد، از خراسان بزرگ، چقدر قشنگ ایمیل نوشته، اسمشو نوشته، شماره تلفنشو نوشته، ممنونم واقعا. و سوالی کرده از آقای انصاری، ولی به اشتباه به ایشون گفته دکتر احمد مسعود انصاری. دوست عزیز، ایشون رفت قسمت PhD و اون تز و اینا رو هم نوشت، گویا خورد به اون جریانای ایران بیات و اونجا بشه استاد دانشگاه و بعد برن تو اون معاملات زمین و شهرسازی و اینها، دیگه دکترا یا PhD شو نگرفت. خدا رو شکر یک دکتر کمتر. این همه ما دکتر داریم، خب باید مریض داشته باشیم. حالا دکتر مدیسین یا دکتر مدیکال یا دکتر پزشکی نیستن، ولی اینا کاری ندارن، دخالت میکنن. وقتی اسمش دکتره، شما نگی مریضم هستم، اون نسخه رو برات مینویسن. بله، نامه ایشونو میخونم، بعد آقای انصاری ساعت 2:30 باشون تماس میگیریم و ببینیم چی میگه. این دوستمون آقای مو مستشاری،
آقا رفتم دیدم بابا چه رستوران شیکی داری، ما اصلا این تلویزیون رو ببندیم بیایم اونجا برای شما باسبوی بشیم، گارسون بشیم، بارتندر بشیم، والا وضعمون بهتر از اینجاست. در هر صورت آگهی بده برات پخش کنیم. دو تا حسن داره، اولا هی بهت زنگ میزنن فوشت میدن میگن چرا اینجا آگهی دادی، نشون میدی که اینا آگهی تو دیدن، بالاخره اونجا باشن میان یه سر بهت میزنن. یه دوستی زنگ این آقای محمد رفی کافه رضا، یکی زنگ زده بود بهش گفته بود که آقا چرا آگهیتی دادی به سربی و اینها، بعد گفته بود خب به کی بدم، گفته بود بده به بهبهانی، گفت آقا اون که اصلا دیوانه است فلان اینها، بعد گفته بود چقدر من از شما ممنونم که زنگ زدی، چون من فکر میکردم سربی آگهی های ما رو پخش نمیکنه، ولی حالا که شما زنگ زدی فهمیدم آگهی هامون رو پخش میکنه، در صورت زنگ بزنید اینا خودش خوبه. خب آقای کی انصاری رو گفتم، یه فراخانی داریم این دوستان زرتشتی، والا نمیدونم این روزا دیگه هر کسی، میدونی که الان یک دیوانه برداشته بود نوشته بود که آقای شاه هم زرتشتی شده بوده. میگم آقا خب تو که انقدر شاه شاه میکنی، وقتی میگی زرتشتی شده بوده یعنی این دیگه بیشتر دروغ گفته، چرا این بدبخت بیچاره رو که از این دنیا رفته انقدر بدترش میکنید؟ اگر دینش رو عوض کرده بود و نیومد به مردم ایران بگه، نشون میده عجب ترسوی بزدلی بوده که در کشور ایران، در سرزمین زرتشت، در سرزمین اهورامزدا، یک شاهی دلش خواسته بره زرتشتی بشه، از ترس مال و دارایی و اینها خفه شده هیچی نگفته. بله خواهر شاه رفته بوده کاتولیک شده بوده، نمیدونم مسیحی شده بوده. ما به اینا میگیم آقا خانم اگه میخوای دینت عوض کنی چرا هی میری عقبتر، بیا جلوتر، قشنگ دین رو بذار کنار، این مغزت باز بشه، با مغزت کار کنی. و اما درباره اون آگهی یا به اینا باید چی بگیم؟ توی ایران، تو شیراز ما میگفتیم نمونه، میگفتیم که رفتم سینما آقا نمونه فیلم های آینده رو نشون داد تو شیراز، توی تهران میگفتن آنانس آنانس آنوس آنوس، نمیدونم چیزی. بعدا ما فهمیدیم فکر کنم این آنانس اینجا رو اونا فارسیش میگفتن آنوس، نمیدونم. در هر صورت روزگار غریبی است، باید یاد بگیریم، ابی نداره. سوال از آقای دکتر احمد مسعود انصاری، نه از من، آقای احمد علی مسعود انصاری، مسعودی هم نیست، آقای احمد علی مسعود انصاری. با سلام و خسته نباشید، از مجری توانمند و محترم برنامه تلویزیون مردم، سرور عزیزم جناب آقای پارسا سوربی. آقا تو رو خدا به این و اون نگید سرور، همین آقایی که فراخان برای زرتشتی ها نوشته، برای ایرانی ها نوشته، برای من نوشته سرور. میگم آقا چرا به من میگی سرور؟ میگه هر کس برای آزادی ایران به جنگی سرور من است. میگم آقا من کجا برای آزادی ایران جنگیدم؟ من در رفتم، فرار کردم، بزدلیم، ترسو هستیم. چرا این هی استاد سرور، استاد سرور؟ این جانب از ایران و از استان خراسان رضوی و مشهد تماشاگر برنامه جناب شما از طریق یوتیوب هستن. این جناب شما غلطه، شما بله کاسب نظام اسلامی میخواد کاریزمای پادشاه خواهان را به نام خود مصادره کند. درود بر آقای سربی عزیز، مرسی. من متوجه نمیشم آقای ابراهیمی منظورتون کیه؟ کاسب نظام اسلامی میخواد کاریزمای پادشاهی خواهان را به نفع خود مساعد. اولا پادشاه خواهان اگه کاریزمایی دارن، یعنی این جمله شما یکم غلط. خب خانم گلنار هم اینجا هستن، این اسم شما خیلی قشنگه گلنار. بله یه فیلمی هم، فیلم سینمایی فارسی هم بود فکر کنم به نام گلنار. بعد در صورت ابتدا از شما خواهش میکنم بیشتر از آقای احمد علی مسعود انصاری در برنامه هاتون دعوت بکنید، تا بیشتر از لحظات حضور ایشان با شاه در ایران و بیرون از ایران حرف بزنند، تا شفافیت تاریخ صورت بگیرد. والا ما تو نوبت وایستادیم، اگه امید دانا و
بهبهانی نادان و دیگران اجازه بدن ایشون بیاد با ما مصاحبه کنه. بنده خدا آقای پتیک پول 3 تا برنامه رم داده، آقای انصاری تا حالا یه برنامه اجرا کرده، 2 تا اون به ما مدیونه، 2 تا ما به اون مدیونیم، 2 به 2 ما بی حسابی. خوشت اومد از حساب آقا پتیک؟ اون 2 تا به من بدهکاره، منم 2 تا به شما بدهکارم، من بی حسابم، شما یقه همه بگید. بله، من متولد سال 1362 شمسی در ایران هستم و خیلی دوست دارم ببینم در زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه اتفاقهایی در سرزمینم ایران افتاده است. من از طریق شما خواستم در برنامه‌تون از دوباره همون دکتر نوشته که نه دکتر نیستن، آقای احمد علی مسعود انصاری سوال بکنید که اگر شرایط ورود ایشان به ایران چنانچه فراهم بشود و مجاز به ورود به ایران باشند، آیا ایشان مایل هستند برای ادامه زندگی ایشان و خانوادهشان وارد ایران بشوند، در سرزمین باشند؟ بنده خدا شماره تلفنش هم نوشته، آقا شهرام، حالا ما کاری به فامیل و ایناش نداریم، خیلی هم قشنگ نوشته، از گوشی هوشمند ارسال شده است. خیلی ممنون. آهان، اون دوستی که گفت شاه زرتشتی شده، نه بابا، یه آدمی ناشناس آمده برای آقای انصاری میگه این آقای انصاری که اینجوری گفت اینجوری نیست، من نزدیک شاه بودم، من اصلا هر شب با شاه میخوابیدم، اینجوریه. میگم خب بیا تو جلو تو بگو، اسمت که قلابیه، حاضرم که نیستی بیای جلو، پس برو همون تو سوراخ قایم بشو. اون گفته بود که شاه به اصطلاح زرتشتی شده. حالا ببخشید، این زرتشتی ها چه تاج گلی به سر ما زدن، از دست این زرتشتی ها ملت رفتن فکر کردن مسلمون برادر، مسلمون اسلام برادری هست و برابری، وای نسیدن حتی بجنگن، گفتن آقا بفرمایید تو، درم باز کردن گفتن بفرمایید تو. این اولش اونجا زرتشتی ها بودن، این مغان زرتشت و این موبدا و نمیدونم این آتشکده ها و اون پادشاه های زرتشتی بلایی به سر مردم آوردن، چنان باج و خراجات گرفتن که کشورهای دیگه به طمع این طلاهای شاههای ایران هی حمله کردن اومدن اونجا. در هر صورت خیلی ممنون آقای ابراهیمی عزیز، ابراهیمی هاش به ایرانی، تو ایرانی هاش میگفتیم، هاش دو او، اچ تو او دو، اینجا میگفتیم، اونجا میگفتیم هاش دو او هاش، چرا؟ برای که آلمانی ها میگن ها به اچ، نه؟ در هر صورت خب آقای ابراهیمی، من به شما پیشنهاد میکنم چون روی فیسبوک هستی اسمتو کامل بنویس. دلیلش اینه یه دوستی داری، فامیلی داری، شایدم میخوای از دست اونا فرار کنی که اسمت رو نمینویسی، اون دیگه به خودت مربوطه، ولی فلسفه فیسبوک اینه که اسم و فامیلت رو بنویسی، عکست هم بذاری، حالا یه چند تا عکس بچگی و کوچیکی و مدرسه و اینا هم بذاری بد نیست. مثلا سربی اگه با شما هم کلاس بوده الان نگاه میکنه میگه نه بابا، اون ابراهیمی که من میشناختم ریش نداشت که، شما یه دونه عکس بیریش هم بذار. دستم ممنونم که با ما هستی، خیلی خوشحالم، تازه شما به جمع این دیوانه خانه پیوستید، ولی گفت دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، خیلی خوش آمد. خب برادرم سلام، آقای احمد علی مسعود انصاری هم اینجا هستن، حالا امیدوارم وقتی من با اسکایپ به ایشون زنگ میزنم ایشون صدای فیسبوک رو ببنده، حتی فیسبوک رو در اون موقع خاموش کنه، و ایشون گفت من یه جایی هستم که تصویر و اینا ندارم، همون با صدا میام. گفتم شما با صدا بیا، ما اینجا عکس فیسبوکت رو میذاریم، از این طریق یه تبلیغ مجانی هم برای فیسبوک صفحه آقای احمد علی مسعود انصاری بوده باشه. آقایی که ما را از مشهد میبینی، از ایران میبینی، پس آقا ببین تو ایران هم یوتیوب دارن میبینن، و ما برای اون دوست هنرمندمون وایسادیم برنامه رو کردیم، آدیو فرستادیم، اصلا به خودش زحمت نداد بگه مرسی، ممنونم. بابا ما آدم های بدی هستیم، طلبکار هم دیگه، خود منم همینجور از مردم طلبکارم، آقا مگه من ارث پدرم رو دست شما دادم که طلب کاری میکنم؟ ولی خیلی ممنون از اون کسی که 30 دلار فرستاده، از اون کسی که 50 دلار فرستاده، از اون بانویی که از کانادا همیشه کمک کرده و باز هم دیروز نوشته بود که اون آدرس پیپلتون رو بدین. دوستان شما هم اگر از برنامه ها استفاده میکنید لطف کنید حمایت کنید و
این ماجرای حمایت کردن از تلویزیون ها و حمایت کردن از رسانه و اینها متاسفانه توی ما ایرانی ها جان نیفتاده، چون دولت های دیکتاتوری که داشتیم، چه زمان شاه چه زمان آخوندا، اینا پول درآمد نفت و مالیات مردم و اینها را خرج میکنن و تلویزیون هایی که دارن به اینا میگن استیت میدیا، یعنی تلویزیون هایی که نوکر اون حکومت هن. جالبه یه فیلمی از این آقای سیروس آموزگار، ایشون تو رادیو تلویزیون بوده، بعدم 37 روز وزیر آقای شاپور بختیار بوده و توی این فیلم ایشون داشت راجع به تغییر روحانی گوینده رادیو تلویزیون بود، برادر این دیوانه روانی هست، تیمسار روحانی مهدی برادر این بود و صدای خوبی هم داشته و اینها. البته اینایی که مثلا میگن آقا این آقای فلانی چه صدایی داشت، آقا چهار تا و نصف آدم توی رادیو تلویزیون بودن، اینا هم همشون با دوستی و فامیل، و اتفاقا همین آقای آموزگار میگه یک کسی 400 تومن داده بوده به آقای روحانی، گفته فلانی بیاد گویندگی، یعنی همش پارتی بازی و اصلا ضابطه نبوده، همش رابطه بوده. این نبوده که بگن بیا آدیشن بده ببینیم صدای سربی خوبه، نه لهجه شیرازی فایده نداره، یا صدای آقای فلانی. حالا در هر صورت ایشون گوینده بوده، بعد آقای آموزگار با آب و تاب تعریف میکنه که زمان انقلاب این رو گرفتن برای که اون آگهی هایی که خونده بوده و اینها، و اینا چقدر نادان بودن، نمیدونن آقا شما اگه یه روزنامه چاپ شده اون حروف چین رو که نباید بری بگیری، باید اونی که اینو نوشته، اونی که فکرش بوده و اینها بگیری. نه آقای آموزگار، شما اشتباه میکنی. اتفاقا اینجا همین ماجرای من مأمور بودم و معذور رو میندازن سطل آشغال، میگن شما انسان هستی، مغز داری، میتونی فکر کنی، اگر بالا دستید بهت گفت اینو بزن بکش، میگه هی آقا من اومدم پلیس شدم که مأمور حکومت چیز مردم باشم، من که مأمور نوکر تو نیستم. که آقای تغییر روحانی اینجوری که شما میگی عقل سلیم داشت، گوینده بود، بیچاره حتی میگن زبونش رو هم بریدن، که بعدن معلوم شد نه خیر زبونش رو نبریدن، اون دوتا پاسداری که میخواستن ببرنش ایران شهر انقدر زده بودنش که این رگای صوتیش، تارهای صوتیش، هنجرش چیز شده بوده. در اصل حالا هرچی بود بنده خدا فوت شد یک دو سه سال پیش، خدا رحمتش کنه. ولی این آقا میگه که اون آخونده خب یکم فهم داشت، گفت بابا این 5 سال تبعیدش کنید ایران شهر، و آقای آموزگار با آب و تاب تعریف میکنه، داریش اینو با آقای آموزگار بگو برنامه امروز رو نگاه کن، با آب و تاب تعریف میکنه که ما با هم تو زندان بودیم و بعد روزی گفت من میخوام برم خداحافظی کنم، گفتم که من حتما صبح باید بیدارشم بیام از تو خداحافظی کنم، بعد صبح به یه نفر که نماز میخوند گفتم منو بیدار کنه، یعنی ببینید نماز مجبوری نبوده، حتی همون اول انقلاب و اینا توی چیز که اون منو بیدار کرد و رفتم باش خداحافظی کردم، رفتم 2-3 ساعت بعد خبر آمد که در جنوب تهران، و میدونید یه منطقه‌ای بود که خیلی به اصطلاح کپر آب، چجوری میگن حلبی آباد و کپر و اینها بود و اینها، من گفتم ای وای زمان شاه، من همش فکر کردم طبقه آپارتمان ها 3 طبقه 5 طبقه 10 طبقه، بعد خونه های ویلایی، ما حلبی آباد و صحرای نمیدونم کثیف نازی آباد و جنوب اینها نداشتیم که، اینها رو آخوندهای پدرسگ یک شبه آوردن اصلا ویران کردن ایران. آقا ایران آباد بود، گلستان بود، مردم احمق و دیوونه انقلاب کردن. انقلاب میکنی تو آپارتمان 5 طبقه زندگی میکنی؟ انقلاب میکنی فقط برای اینکه پول آب و برق میدادی که خمینی بیاد بهت بگه آب و برق مجانی؟ انقلاب میکنی؟ نه آقا، نداشتن مردم، گفت میام بهتون خونه میدم، بعدم چه خونه هایی ساختن. این کوی زهرا فلکه خاتون خونه ساخته بود در نداشت، چون این که ساخته بود اون پشتش یه بزرگتر ساخته بود، خونه این یکی افتاده بود تو خونه اون، یک خر تو خری بود. آقا جنگل مولاست این ایران. حالا این دوستمون میگه که ما اگر به اصطلاح وضعی بشه شما برمیگردی ایران. اونایی که دشمن آقای انصاری هستن میگن بابا این آقای انصاری که اصلا رفته تو ویلای نمیدونم فلانی که وزیر اطلاعات بوده،
اون میگه آقا ما تو هتل دیدار داشتیم با اون آقای تا ناطق نوری بود. کی بود؟ اونایی که دشمنشن میگن اصلا این همه کاره ایرانه تو آمریکا. حالا کسی که همه کاره ایرانه اگه بهش اجازه بدن بره ایران زندگی میکنه یا نه؟ من فکر نمیکنم. من به خودمم از خودمم بعضی‌ها میپرسن آقا ایران اگه یه حکومت دموکرات بیاد شما میری اونجا زندگی کنی؟ میگم نه آقا، اول اینکه حکومت دموکرات نمیاد تو ایران. هر کدوم از ما بریم فامیلای خودمون، دوستای خودمون، هم پیاله‌های خودمون، هم پیشاهنگی خودمون، هم مدرسه خودمون رو میاریم فوری اونجا رو گند میزنیم. پس خیالتون راحت باشه، ایران و کشورهای دیگه تو اون منطقه حکومت دموکرات نمیاد. حالا تازه منظور شما از حکومت دموکرات چیه؟ حکومت آمریکا دموکراته؟ این مردکه دیوانه با تبلیغا و با تقلبای روسیه شده رئیس جمهور. ببینید کیا رو آورد دور بر خودش جمع کرد، بعد بلند شد رفت کجا؟ ناتو. چه گندی زد؟ گفتیم این دیگه آخرین گندش. بلند شد از اونجا رفت انگلستان، اونجا چه گندی زد از نخست وزیرشون و از کوین و فلان اینها. گفتیم وای چه بد شد. ولی خوبی ترامپ اینه که شما هر روز سورپرایز میشین، هر روز یه مژده جدید. مژده امروز دیگه، دیروز پیروز بود، رفت بغل دست ترامپ وایساد. بعد احمق، ببینید کسی که میگه من جینیس، میگه من هم باهوشم هم نابغه هستم، کسی که میگه من کاغذ احتیاج ندارم، ولی دیروز مثل بچه های کلاس اول کاغذ داده بودن دستش دو صفحه بخونه، از رو کاغذ هم نمیتونست بخونه. برید ببینید دیروز 24 ساعت بعد از اون شکری که در هلسینکی خورد با ترامپ که من ماموران اطلاعاتی خودمون رو قبول دارم، اینا میگن روسیه دخالت کرده، ولی این ترامپ، این پوتین خیلی با قدرت میگه ما دخالت نکردیم، من اینو قبول دارم. آخه مگه میشه من شما رو قبول دارم ولی حق با اینه؟ این مردک دیوانه است، این از لحاظ مغزی عقب افتاده است. و بیچاره کسایی که چقدر ساده دلن که حرفای اینو باور کردن و هنوزم فکر میکنن که این اینجوریه. خب یه احمق نادانی مثل این آبدینی که دو بار تو ایران بهش گفتن آقا ببین مسیح رو وردا ببر همونجا، همون موقع هم که مسیح توی بطلهم و اینا بوده کسی دور و برش نبود، موقعی که اون خانمه از اروپا بلند شد بچهش یا پسرش یا داداش رو فرستاد و رفت و اومدن اینا رفتن تو غرب، اون وقت مسیح شد مسیح. الان هم بعد 2000 سال میبینی همه جا رو گند زده. پس شما کرم داری آقای آبدینی میری تو ایران بچهای جوان مردم رو مسیحی میکنی، خود تو زندان میندازی؟ فکر کنم تو زندان بهت خوش میگذره، اینجوری که فکر کنم یه کرمی داری تو زندان بهت خوش میگذره. خب عروس زندان آقای سعید آبدینی، کشیش چوپان سعید آبدینی. خب ببینیم که خانم لیلا میلانی چی میگه. میگه مصاحبه انصاری را در ایران تیوی دیدم. خب مبارکه، چشم شما را بشن. خب خانم لیلا میلانی میگه پرزیدنت روزولت در سال 1943 با جوزف استالین ملاقات کرد، پس اون هم وطن فروش بود. نه خانم، نه خانم، آقای ریگان هم با گورباچوف ملاقات کرد، خیلی های دیگه شون هم ملاقات کردن. این کجا و اون کجا؟ دو ساعت هیچ که نباشه تنها. بعدم این ماجراهایی که دور و برش پوشونده. آخه شما دیگه چرا لیلا خانم، وقتی بهت میگم قدیما خیلی فکرت بهتر بود، الان نمیدونم این کالیفرنیایا اثر گذاشتن. اتفاقا اون روز با آقای خلیلی صحبت میکردم شرکت کتاب، گفت که سربی میای اینجا؟ گفتم برای چی؟ گفت این مایک پامپو داره میاد اینجا. گفتم آقا اینا 20 دقیقه ای منن، من سعی میکنم روز نرم اونجا، شب برم که اینا هر کدومشون توی کثافت خونه افتادن، ما اینا میخوایم اینا رو ببینیم. حالا شما دعوتشون میکنین، پولشون میدین، میارینشون اونجا که یه مش دوستان یهودی و اینا هم جمع بشید دنبالش دوربرشون، اینم برای شما حرف بزنه. نه آقا بیام اونجا چیکار؟ ببینید خانم لیلای میلانی عزیز، شما دیگه از سخنگوی مجلس که ریپابلیک تر نیستی. این پال رایان، رایان پال کیه؟
شما دیگه از این مرده که مثل لاک پشت اینجاش اینجوری زن چاینیز داره کیه؟ وقتی از این که دیگه ریپابلیکن تر نیستی که اینا هم دیگه گفتن آقا گندش بالا اومده. شما برید ببینید تعداد، یه نفر برای من بفرسته، مجیدی، سعیدی، کسی بفرسته تعداد ریپابلیکن هایی که دو روز گذشته گفتن ترامپ این کاری که کرد غلط بوده، اشتباه بوده، و تعداد اونایی که گفتن این خائن بوده. این کلمه وطن فروشی که شما اینجا استفاده کردید، تریزم، نه سی ان ان گفت نه چیزی، نمایندای مجلس گفتن، گفتن این جرمی که این مرتکب شده در حد خیانته. من که نگفتم، اینا گفتن. بعد حالا اون با اون ملاقات کرد. خب من تایپ خودمو نمیبینم. خب من که دارم میبینم، پس یه اشکالی تو کاکو جون یه کامپیوتر نو بخر، کامپیوتر 190 دلاره این روزا. این کامپیوتر رو بده به این بند خداهای هوملسی چیزی استفاده کنن، اپلیکیشن جاب، یه کامپیوتر نو بخر، ویندو 10 خوبم نیست خدایش، من ویندو 7 تکون نمیخورم فعلا. و یه اشکالی شما دیدی، یه روز میتونی بنویسی، یه روز نمیتونی بنویسی. بعد این چیز کن، شما براوزرهای مختلف رو امتحان کن. خود من با فایرفاکس وقتی یه چیزی مینویسم قیب میشه، ولی میام توی کروم میبینم هستش. شما برو بخون راجع به فایرفاکس و فیسبوک که اینا با هم دعوا دارن. ما بیچاره ها این وسط اسیریم. اونی که وسطه که میدونی هم از این ور مشت میخوره هم از این ور. بعدم پیرنه که میکشن، این میکشه، این میکشه پیرنه، این که داره میونجا میکنه، چی میگن، میونداری میکنه، اون پاره میشه. اون دوتا میرن خونهشون، پیرنه سالم. من و شمایی که وسط فایرفاکس و مازیلا و نمیدونم این آشغالا هستیم چیز میشه. خب کورکورانه دارم تایپ میکنم، لحظه کورکورانه تایپ میکنم. نه در هر صورت اینم از این. ساعت 2:28 دقیقه است. بذارید من کم کم برم سراغ آقای انصاری و ایشون رو بیاریم زودتر. و این برنامه آقای انصاری نیست، برنامه آقای انصاری به زودی امیدوارم تو هفته آینده یا هفته بعدیش باشه. ولی این دوستمون چون سوال کرده بود، آقای انصاری گفت اگه میخواین من جواب بدم. گفتیم بفرمایید. حالا ببینیم که دیم دیم دیم، این اسکایپ رو دیروز گفته جدیدن ببند، ما بستیم. حالا امیدواریم صدا و اینها بره. آقای انصاری صدای منو میشنوید شما؟ الو الو آقای انصاری، نخه آمد و رفت و قد شد و دیم دیم دیم. آقای انصاری صدای منو میشنوید شما؟ سلام جناب سوری، منو ببخشید، من داشتم برنامه رو میبستم. آره همون یکی از اشکالا اینه. من خب در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. گفتم که عکس منو نشون ندید، مردم وحشت. اصلا ما عکس شما رو نمیبینیم. اینجا یه عکسی که رو اسکایپ هست که با عینک، اونم چون دارین نگاه کامپیوتر میکنین، شده مثل اینایی که تو خورشید نگاه میکنن دنبال خسوف و کسوف. حالا میخوایدم بذاریم هرجوری؟ نه حالا من عکس وبچیتون میذارم، تبلیغی هم بشه. یعنی فرقی نمیکنه چون من نه دیگه قرار گذاشتم. بله بله هیچ اشکالی نداره. آقای احمدعلی مسعود انصاری دوستان با ما هستن. شما اگه لطف کنید درباره این نامه چقدر قشنگ اسمشو نوشته، شماره تلفنشو نوشته، هدفشو نوشته، سوالشو پرسیده، شما هم سوال می‌خواید اینو بخونید برای بینندگان که اونها هم خبر داشته باشن. خوندم اینو قبلا خوندم، ولی اگه می‌خواینم الان یه بار می‌خونم، خیلی طولانی نیست. طولانی نیست که بدونن که من چی جواب دارم میدم. ببخشید. پس شما می‌خواید یه قلم کاغذ وردار یادداشت کن. من کمو بیش یادمه. یادتونه. اجازه بدید فقط میخوام ما رو سر کار بذاری. اب نداره. نه میخواید خودم بگم. اب نداره. نه بیا. اینجوری. بذارید من براتون بخونم این نامه. چون به من لطف کردن خواهش. من میخوام برام تبلیغ کنم. بله. سوال از آقای دکتر احمد ببخشید. سوال جناب سربی سر خط.
من چون دکتر نیستم بله. گفتم از اول قربان ما اینو محکم کاری بکنیم که ایشون داره بزرگی میکنه و به ما لقب دکتری میده. منم هم همینو گفتم گفتم آقای احمد علی مسعود انصاری رفته برای PhD تزم داشته مینوشته، بعد طبق این ماجرایی که پیش اومده و برگشته ایران و فلان اینا اون مدرکش رو نگرفته. حالا اون مدرکش هم تزم رو تموم نگردم بله. و برای منم مثلا این که دکتر باشم، استاد باشم، شاگرد باشم، نوکر باشم بله. اینا برای من فرقی نمی‌کنه. بله. خانم لیلا میلانی هم میپرسن میتونم از آقای انصاری سوال کنم؟ نه عزیز من، شما تو برنامه خود ایشون یا این که مثل اون آقایی که ایمیل فرستاده سوال کنید، من میفرستم، بعد به صورت فوق‌العاده 2-3 دقیقه این ور و چون اگه شما سوال کنی نفر بعدی هم میگه من میتونم، اگه به اون بگم نه میگه برای که این لیلا خانم زن بود پارتی بازی کرد سوربی، ولی برای که من مردم نمیذاره. من این آقای حسن خزائی همشهریم زنگ زده که آقا من میخوام راجع به 2 موضوع صحبت کنم، شما به من زنگ بزن، ولی دارم میرم دکتر. حالا اگه زنگ زدی نبودم، دیدید ربع ساعت برنامه رو دادم، گفتم آقا شما زنگ بزن پیام بزن. لیلا خانم عزیز 202 اینها جلو چشممه، 202 695 25 73 زنگ بزنید، 3 دقیقه پیام بذارید، سوال کنید، 2 تا 3 تا 10 تا حتی از ایشون سوال کنید دیشب چی خوردید. ایشون دوست داشت میگه دیشب یه آب گوشت خوردم، دوست نداشت میگه چی خوردن من موضوع برنامه نیست و میگذره میره. تو رو خدا بیان یه چیزی رو با هم یاد بگیریم، یه برنامه خوب داشته باشیم، که امروز دوستی که از خراسان زحمت کشیده ما امروز وای نسیم اینجا کل کل کنیم. من میخونم: با سلام و خسته نباشید از مجری توانمند و محترم برنامه تلویزیون مردم، سرور عزیزم جناب آقای پارسا سوربی، که منم گفتم به من نگید سرور، جناب و آقا و اینا رو هم قاطی نکنید، همون آقا که بگید ممنونم، همون سوربی هم بگید ممنونم، خیلی ممنون. این جانب از ایران و استان خراسان رضوی و مشهد تماشاگر برنامه جذاب شما از طریق یوتیوب هستم. ابتدا از شما خواهش میکنم بیشتر از آقای انصاری در برنامه هاتون دعوت کنید. منم آقای انصاری گفتم بابا اگر دیگران اجازه بدن همه میان میزنن جلو صف، ما چون بچه خوبی هستیم اهل شیرازیم تو صف وای میسیم نوبت ما نمیشه. گفتیم 2 تا برنامه هنوز پتیک از آقای انصاری طلبکاره، 2 تا برنامه ما بده کاریم در اصل منتظر هست. تا بیشتر از لحظات حضور ایشان با شاه در ایران و بیرون از ایران حرف بزنند تا شفافیت تاریخ صورت بگیرد. من متولد سال 1362 شمسی در ایران هستم و خیلی دوست دارم ببینم در زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه اتفاقهایی در سرزمینم ایران افتاده است. من از طریق شما خواستم در برنامه‌تون از آقای انصاری سوال کنید. این سوالشونه: اگر شرایط ورود ایشان به ایران فراهم بشه و مجاز به ورود به ایران باشند، آیا ایشان مایل هستند برای ادامه زندگی ایشان و خانوادهشان وارد ایشان شود و در این سرزمین باشند؟ از ایران مشهد شهرام. بفرمایید آقای انصاری، با شما هستیم. گفتم من حالا خدمت ایشون اولا عرض میکنم که من خانوادم که خب خودشون باید تصمیم بگیرن، من هیچ وقت برای کسی در زندگی تصمیم نگرفت. در مورد خودم، من عاشق ایران هستم، ایران رو واقعا از صمیم قلب دوست دارم و هر وقت که بتونم برم ایران زندگی بکنم حتما این کار رو میکنم. حالا خداوند میگه سرنوشت ما در دست خداست و اون چه که او مقدر بکنه. من حالا در مورد ایرمن خاطرم هست 1 سال قبل از انقلاب این خانم ما آمد به ما گفت که بر خانومم چینی هست و با ما در ایران زندگی میکرد. بعد از اینکه من درسم تموم شد ما برگشتیم ایران، 7 سال با هم بودیم در ایران و بعد ایشون یه روزی آمد به من گفتش که آقا من یه فال قهوه گرفتم و در این فال قهوه گفتن که شما از ایران خواهید رفت و بر نمیگردید برای مدت مدیدی. و من گفتم اصلا مگه همچین چیزی ممکنه، اصلا غیر ممکنه فلان و اینا، و این بی خود گفته، این حرف مزخرف نیست، ولی انقلاب شد و معلوم شد اگه نریم که همونجا ما رو میخوشن و ما به خاطر جونمون قربان فرار کردیم آمدیم بیرون. بعد در سال 1991 به خاطر فشارهایی که آقای رضا پهلوی روی من آورد و من دیگه واقعا چاره نداشتم و حتی بارها گفتم که دیگه بین بهشت یا فتح، یعنی گفتم یا منو میکشن در ایران و یا باید بجنگم، من جور دیگه قادر به مبارزه با آقای پهلوی نبودم، بار رفتم ایران. خدا رو شکر ما
ما رو نگرفتن و بعد هم شدیم رابطه بین دو مملکت ایران و آمریکا که حالا اونا رو مفصلا براتون می نویسم تا سال 2015 که بعد اون موقع آمدن به ما گفتن اگه شما برید ایران اینا دیگه برادران آمریکایی هستن، حالا بیشتر من واردش امروز نمیشم، شما رو میگیرن. و حتی من وقتی وارد شدم به ایران دیدم پاسپورتم رو گرفتن و اینا، یعنی بی چیزم نبود، یعنی در هر صورت توافقی بین دو مملکت شاید شده بود که ما رو بگیرن. در نتیجه من و من هیچ وقت نه برای دولت جمهوری اسلامی کار کردم نه برای دولت آمریکا، همیشه با حالت کاملا بی‌طرف و به هر دام همیشه همونجوری که به این آقا رضا اعلان کرده بودم و به هر کسی که با من کار کرده اعلان کردم، به همه گفتم وفاداری من تنها به خداونده، اگر کار خیری باشه من در اون هستم، اگر در راه خدا باشه من در اون هستم، اگر نباشه که من باهاش می‌جنگم. و برای همینم وقتی که لازم بود یکی باشد که در کنترل دوتاشون باشه دیگه ما رو قربان اصلا سعی کردن نابود کنن، ولی خب خدا نذاشت. من اصلا نفهمیدم یعنی چی آقای انصاری. آقای انصاری راحتی برگردیم، حتما برمیگردیم و آرزومه که در ایران زندگی. آقای انصاری این قسمت که گفتین اگه یه روز قرار در کنترل دوتاشون باشن خدا، این یعنی چی؟ متوجه نشدم یه کمی. نبینید وقتی اینا دیگه شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن در همون مسائل برجام و اینها، یک کسی رو نمیخواستن اونجا باشه که راست بگه. آها. ببینید این برجام که حالا گندش هم در آمده و مسائلش حالا هر روز بدتر و بدتر میشه و آخرش متاسفانه این اشتباه به تجزیه ایران و جنگ داخلی کشیده خواهد شد. ببینید امروز من دارم براتون میگم این بر اساس دروغ بنا نهاده شده بود و همون موقع خیلی ها گفتن آقا تو راست میگفتی، یالا انشالله اینا رو همه رو مینویسم و همه رو میام در برنامه هایی براتون شرح میدم. و اینا نمیخواستن، میخواستن که یه مش دروغ به هم دیگه بگن. خب دروغ راه میگه بارکج به مقصد نمیرسه. بسیار. و گندش هم داره، ولی حالا بیشتر واردش امروز نمیشیم چون خیلی مفصله، خیلی دقیقه، ولی خب ضرراشو امروز داریم میبینیم. حالا راجع به ایران و اجازه و فلان و اینها، شما که مشکلی ندارید برای ایران رفتن و اومدن؟ نمیدونم. معلوم نیست. آره خب ببینید یه حالا تو این برنامه‌ای که با این آقای امید دانا من داشتم، حالا ببخشید من رو، که ایشون میگفت این شما رو در ایران نمیگیرن به خاطر اینکه خب خیلی از زندانی‌ها رو قبل از انقلاب شما آزاد کردید. خب این یه مقدارش درسته. دعوای من با رضا بوده، اون یه مقدارش درسته. رابطه بین ایران و آمریکا بوده، یه مقدارش درسته. یه تعداد زیادی هم از من در دانشگاه تدریس می‌کردم. بله بله. و خیلی از دانشجوهای من بعد از انقلاب آمدن خب کارهای مهم گرفتن. بله، با خود من چند تاشون تماس گرفتن و تشکر کردن و ایمیل فرستادن که من برای شما فرستادم. خب بله. پس این ماجرای اینا، ولی بله. حالا خدا من میگم که همه چی در من واقعا معتقدم به این که من زندگی خودم یه شاهدیه برای این مسئله که همه چی در دست خداست و خداوند هم حفظ میکنه. من دیگه این ته قضیه رو برات، شما با خدا باشید خدا با شماست و خداوند شما رو حفظ میکنه. و بعد دیگه شاید هم واقعا اگه من میرفتم بعد از اون منو میگرفتن. خب در درجه بهتر است که یعنی مزاحمشون، مزاحم دو طرف بودن. آره یه شعری هم هست میگه تو با خدا باش و پادشاهی کن، تو بی خدا باش آنچه خواهی کن. حالا در رابطه با حالا یه شعر دیگه هم هست میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. در نتیجه خداوند، یعنی شما هر کار در زندگی بکنی به خودت بر میگرده. بله، آمریکایی ها میگن what goes around come back، با یا به هر دستی که داری با اون پس میگیری. اینجوری هر چیز بکاری درو میکنی. بله. حالا یه سوالی به این حضرت برادر مادر مشهد، چون پدر بزرگ منم اونجا خاک شده در اون دارخونه شیخ بهایی. بله بله. و من اتفاقا سفر آخری که رفتم آمدم به زیارت، و زیارتم من میرم، نمیرم که چیزی بخوام از کسی چون گناه داره، من حالا اینم بگم. بله بله. ولی برای احترام امام رضا و در صورت انشالله که، و مشهدم جایی واقعا مقدسیه خداوند. بله. حالا خداوند یه سوالی که ایشون کرد، شما گفتید که من مسئول خانواده نیستم، به خانوادم نمیگم، ولی خودتون
خودتون خب بچه ها جدا شدن، بچه دارن، شوهر اصلا دارن، بچه دارن و خودشون بزرگن و خودشون عاقلن دیگه. بله، مثلا شما با همسرتون هیچ وقت صحبت کردین که اگه ایران به چه صورت بشه حاضرید برگردید، یا میگید نه بابا دیگه حالا سنی از اون گذشته، ممکنه فقط برای تفریح بریم، برای دیدن دوستان بریم؟ نه من میگم من خودم، ایشون از من یه سوال شخصی میکنه. بله بله. من حاضرم برم. حالا بذارید موقع، اون موقع ببینید ما چیزی نمیتونیم صحبت کنیم. آخه آقای انصاری، کسی که زن داره که نمیتونه بگه من حاضرم برم. اینجوری خدای نکرده دوستان فکر میکنن که شما داری فرار میکنی از دست همسرت. نه ولی خب حالا دیگه بله، من و خانم ببینید الان همین پریروز ما 46 سال روز ازدواجمون رو به قول معروف گذشت داشت، جشن گرفت. تبریک میگیم بهتون. پس در نتیجه حالا دیگه در سن 70 سالگی، ولی دستان اگه من برم، من فکر کنم خانوم هم، ولی اون دیگه چیز خود ایشونه دیگه. میگم ببینید شرایط من اون چه که امروز میدونم رو خدمتتون عرض کردم. بسیار عالی، ممنونم. خیلی ممنون آقای انصاری. پس لطف کنید برم. پس اگه امری، سوالی، چیز دیگه ای هست، من در خدمتتون هستم. اگه زیادی شرح دادم منو ببخشید. نه خیلی هم خوب بود، به جا بود و من عرضی ندارم، سوالی ندارم. اگه دوستان سوال، خانم میلانی هم هر وقت امری داشتن، سوالی داشتن، اینا به شما طبق شرایطی که شما تعیین فرمودید، در صد شما ریاست کل هستید دیگه. خیلی ممنون. ممنونم از شما آقای انصاری. با امید دیدار. منم به حالا جناب سوری، من اینم خدمتتون عرض کنم که شما الان بیشتر از 18 سال دیگه بلد. در خدمت شما هستیم و شما همیشه نهایت بزرگی و خوبی و برادری و شما هرچی که بگم ما در حق ما کردید و من خداوند رو شکر میکنم و از شما ممنون هست. خیلی ممنون. خانم لیلا میلانی هم به من طعنه میزنن، میگن سوال هست ولی نمیشه سوال کرد، بعدن براتون میفرستیم سوال ها. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. به امید دیدار. چیزی معذور، یه چیزی ما که قربون در اختیار هر چیزی که شما برنامه شماست، قوانینش هم دیگه شما تعیین میکنید. بله خیلی ممنون. خانم میلانی میگن آقای انصاری I love to talk to you، پیام بذارید، پیامتون بذارید. آقای انصاری یه از این گوگل وایس ها بگی تو رو خدا، ما را راحت کن که دوستان زنگ بزنن به خودتون پیام بذارن. نه حالا من که قربان بلد نیستم. اوکی من درست شد. مرسی. حالا مرسی. شما الحمدلله از ما یه 7-8 سالی کوچیکتر. خیلی ممنون. ممنون که ما بودید آقای انصاری. آقا لطف کنید اون دوتا برنامه دیگر هم زودتر نجات بدیم. انشالله. بله. حتما. قربونتون برم. خدا حافظ. مرسی. دوستان عزیز، با آقای احمد علی مسعود انصاری بودیم، نه با آقای دکتر انصاری که فوت شده، نه با هوشنگ انصاری که پولار خورده و رفته، با آقای احمد علی مسعود انصاری بودیم که سالها با رضا پهلوی بوده، با شاه بوده و فیلماش رو اینها رو، همین اسم رو اگه بنویسید احمد علی مسعود انصاری، چهارتاش هم خیلی به قول اینا کامنه، فیلم چیزای اسمای معروف یا رایجه. احمد ساده است، علی، مسعود انصاری، جدا جدا بنویسید چه ویدیوهایی میاد و اینها. در رابطه با ماجرای این سوال، شما خیلی ها پیام فرستادن، شماره تلفنشون دادن، وقتی من فرستادم برای آقای انصاری، آقای انصاری باشون تماس گرفته و شما که تلفن ما رو الان اینجا داری، 202 بزنم براتون، بذارم 202-695-2573 پیام بذارید، فکر کنید دارید با آقای انصاری صحبت میکنید. من هم اینجا نشستم براش میفرستم، میگم آقا سوال ایشون اینه. یادتونه این آقای منوچهر دوست خوب ما از بوستون منو اینجا دیگه کچل کرده بود، آقا من میخوام یه سوال خصوصی کنم. میگم آقا بپرس. آخر که پرسید دیدیم همچینم خصوصی نیست، آقای انصاری هم اومد پاسخ داد. درصد ممنون و متشکرم. I have seen enough video of انصاری. I like to talk to him on the phone. اوکی. شماره تونو من دارم، ولی به من اجازه بدید برای آقای انصاری بفرستم باهاتون تماس بگیرید. خب اینم از این. خدا لعنت کنه این تلفن و اینها رو. ایشون زنگ میزنه، من تو برنامه هستم، من زنگ میزنم، ایشون جواب نمیده. آقای هفتلنگ سلام، من الان روی برنامه هستم. ببین اگه چیزی هست که میخوای تو برنامه بگی بگو، اگه نه من بعد از برنامه به شما تماس میگیرم. تماس گرفتم، یعنی دیر رسیدم به خاطری که اینجا دیروز بارون شدید اومده، خیابونای واشنگتن و اینا رو آب برده. بعد اگه میخوای تو برنامه بعد از برنامه خب باهات صحبت میکنم. من یه برنامه
باشه باشه عزیزم، اون لینک هم نفرستادی برای من هنوز. منتظر این خانومه هم میدونی که این خانومه منشی سرطان داره آخه، بعد منتظرم که از بیمارستان بیاد این کار رو برام. اوکی، حالا به ما گفتی، ما هم امیدواریم که حالشون خوب بشه. خیلی ممنون عزیزم، سپاسگزارم از شما. به امید دیدم، با شما صحبت میکنم بعد از برنامه. خب دوستان عزیز، برنامه ما اینه، خیلی خودمونیه، ولی تو همین خودمونی هم دیگه بالاخره یه قانونی باید داشته باشه، اگه ویلا اگه اینجوری باشه میشه مثل اون اولا. ما اولا یه اینقدر کاغذ مینوشتیم میآوردیم، بعد اولی رو که میگفتیم اون زنگ میزد، اون میگو من میخوام جواب اینو بدم، اون میگو من میخوام فوش خارمادر به اون بدم، اون میگو به اون. بیشتر وقتا هم این مجریا حقیقتا چون رفته بودیم از قبلش نشسته بودیم مشروب خوری بودیم و جوک گفت بودیم، همه مست بودن. اونایی که اهل مشروب بودن مست بودن، اونایی که اهل دوا موا بودن مثل این بهبهانی اینا همه رو هوا در حال پرواز بودن. اینم از Please give him my number. چشم. اینجا ننویستی ها، الان خودت نمیبینی، اون وقت هرچی آدم مزاحم بهت زنگ میزنه. چشم، اون شماره که من دارم با آقای انصاری میفرستم و از ایشون خواهش میکنم که با شما تماس بگیرن، ناگفته نماند. آقای انصاری بارها گفتن که من حرف خصوصی با کسی ندارم و من دارم داستان زندگیم و اون چیزایی که دیدم میگم. باورشم اینه، میبینید هر وقت میاد خدا همراش میاد، تازه وقتی هم میره خدا رو با خودش نمیبره، خدا رو میذاره اینجا، خدا هم کلی ما همینجوری درسر میده. در اصل آدم با خداییه. حالا شما خداش قبول نداری؟ نداشته باش، قبول داری؟ قبول داشته. چش، من شماره تلفن شما رو برای ایشون میفرستم و ازشون خواهش کنم با شما تماس بگیرن. و اما فراخوان زرتشتی رو براتون بخونم. آقای داوود ارشد یه چیزی نوشته بود، بهش گفتم آقا شما نشون دادی که انتقاد پذیر هستی، من اجازه دارم اینو بخونم؟ گفت بله، اونم میخونم. از ایشون سوال میکنم ببینیم این چیه. JVP is moving. خب moving که moving به ما چه. بله، این دوستمون آقای بهایی هم، نه آقا شما اصلا بی خود به برنامه من چی مینویسی، شما برو همون خوراک اخلاق رو درست کن، برو اون برنامه بهایی ها تماس بگیر، اونا رو حمایت کن، از اونا سوال کن، با اونا خوش باش. نمیشه که آقا شما بری ببخشید بری مکدونالد خوراک بخوری بعد بیای اینجا ادرار کنی، یا نمیشه که بری چلو کبابی تو اونجا بیای اینجا. البته تو آمریکا دیدون من این کار میکنم. لطفاً در مورد نقش اعضای ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی و اعضای بازرسی شاهنشاهی در چپاول مردم ایران که منجر به سقوط رژیم پهلوی شدم اگر خاطراتی دارید بیان بفرمایید، چون از این دو گروه در 40 سال اخیر صحبتی نیست. مثلا نقش چند مأمور ضد اطلاعات که در عراق تیمسار بختیار را ترور کردن. اون تیمسار بختیار، نه آقای شاپور بختیار، چون شاپور بختیار تو فرانسه ترور شد و شاپور بختیار دکتر بود. ممنونم. آقای ابراهیمی توضیح داد راجع به فامیلش و اسمش و اینها، گویا یکی دو بار اسمش رو عوض کرده، هی میخواست خوشگل باشه اسمش، ابراهیم رو بنویسه ابی اینجوری اونجوری فکر کنم، بعد دیگه فیسبوک بهش اجازه نمیده. اینم یه مشکل فیسبوکه. دلیلش هم اینه، میگه که ما چون قرار گذاشتیم شما با اسم اصلیت بیای، حالا ماکسیموم یه بار گفتی او راستی دوستان من رو این صدا میکنن، میذاریم عوض کنی، ولی هی چپ و راست اسم عوض کنی که نمیشه. ببخشید من روی برنامه زنده هستم، بعد از برنامه با شما تماس میگیرم. بله خیلی جالبه، ما این دوستانمون نمیدونم حالا یا عمدن، چون بهتون گفتم سالها پیش رفتم کانادا، بعد یه دوستی که خیلی طرفدار برنامه من بود و اینا گفت که من میخوام یه اقراری، اینجا هست کانفیشن، اینا میرن تو کلیسا میشینن یه پرده بینشون، پردم نیه چیز مشبکیه، یه پولی هم میدن به کلیسا بعد میرن اقرار میکنن. مثلا میگه من انقدر نزول خوردم، پدر روحانی یه احمقی مثل این کشیش آبدینی میگه اب نداره، چند نزول خوردی؟ میگه 100 دلار. میگه 30 دلار بریز اونجا، 70 دلارشو من حلال کردم، برو. با این 30 دلارم میره همین باز به زن و بچه خود اینا چیز میکنه. خلاصه این دوستمون گفت من یه اقراری باید به تو بکنم. گفتیم بگو چیه.
گفت ما موقعی که با دوستان می نشستیم و به دوستان می گفتم آقا بیان یکی پیدا شده برنامهش اینجوری اینا، گاهی وقتی شیطنت می کردیم و خود ما به اصطلاح به عنوان مخالف زنگ می زدیم و چون شما برام شفته می شدی و اینها، بعد ما گفتم خب این اقرارتو قبول کردم، عذرخواهیتم قبول کردم، بخشیده شد، ولی آقا این نشون میده شما مریضین، شما مثل این بچه‌ای که الان تو ایران زنگ میزنن به اداره گاز، به پلیس زنگ میزنن، به امرجنسی زنگ میزنن، به اورژانس، و وقت اونا شما مریضی آقا، دوست من هستی ولی برو یه فکر به حال خودت بکن، مریض. اینم از این. یکی را با یک خط به سلابه میکشند برای زهر چشم. بله، متاسفانه خارج نشینان درک واقع بینانه از موقعیت امنیتی داخل نشینان ندارد. رفتار امنیتی حکومت از الگوی قابل شناسایی برخوردار نیست. آها، خب میشه بگی هر روز عوض میشه، این یکم طولانیه، من اینجا همشو نمیبینم، یکشو دیدم، دو سه و چهار پنج شال باز میکنم. دیگری را با مثنوی هفت من کاغذ رها میکنن. آقا این هفتاد من هفت منم نیست، هفتاد من اصلا ماجرای کاغذ نیست دوست عزیز. توی مثنوی توی یکی از این چیزاش گویا 70 من استفاده کرده. اینم یه نفر اگر واقعا میدونه بیاد بگه مثنوی 70 من میشود. حالا شما تخفیف دادید نوشتید 7 من میشود، کاغذ نیست عزیز من. یعنی من اگر صحبت کنم 70 بار من توش گفته میشه. بله، یکی را می نوازد تا اعتماد بی اعتبار مردمی او را خراب کند، مأمور خود را به پرچ. بله، یکی آقای نوریزاد هر چی میگه ولش میکنه. اون آقای میخواستم بگم ابله، ببخشید، آقای حالو هست شعر میگه، میگم آقای خزایی شما که این شعر رو برای من فرستادی، همین تو آمریکا اگه من یه همچین چیزی درباره اینا بگم چه کار میکنم؟ میام میگیرن. میگم خب این چجوری تو ایران این کارا رو میکنه هیچیش نمیگن؟ چجوری این آقای نوریزاد را میفته میره سیستان بلوچستان، کسی که خب با خود اینا بوده، کسی که پایه و اساس این ستون وسط خیمه اینا هست، نمیگیرن؟ برای که به دنیا میگن نگاه کنید اینجا چقدر آزاده، یا این که اینا رو میفسن جلو، یه مش بچه بدبختی که میان با اینا دوتا فیسبوک میفسن اونا رو میگیرن. وقت اونا که شناخته شده نیستن، هیچ که دیگه از گرفتنشون با خبر نیست، ولی آقای نوریزاد چرا نمیگیرن؟ آقای حالو رو چرا نمیگیرن؟ آقای حالو من به زندان میروم، حالا ببین تا تو هستی در جهان، حالا ببین. طرف داره میره زندان، وای میسه شعر میگه. من و شما میخوایم بریم وکیشن، وقت نداریم شعر بگیم، فکر این هستیم که پاسپورتمون درسته یا نه، بلیتمون درسته یا نه، حالا میریم اونجا اذیتمون نکنن، کمربند اونی که در میارن شلوارمون از کونمون نیفته. این آقا داره میره زندان، وای میسه شعر میگه. خب معلومه که اصلا این سیستم آخوندی و سیستم اینا نمیشه روش حساب کنی. باری کلا خیلی قشنگ گفتی آقا ابراهیمی، هر کی هم به من میگه میری ایران میگم نه، میگم آقا اینجا به من میگن تو مأمور ایران و چیز هستی، ولی اگه رفتم اونجا نایزشتن بیام چه خواهی که تو سرم بکنم؟ اینجا دو ما اجاره ندی، دو ما قسط خونه ندی، خونه مال خودت نیست. حالا قسطم که میدی خونه مال خودت نیست، میگی خونه مال خودت، مالیاتو نده، ببین چه کارت میکنه. بله، اینم از این. خب و این دوست ما آقای بهایی میگه که آقا من کی گفتم خوراک معنوی؟ به دوستان بگو من همچین چیزی نگفتم. شما اگه اون ایمیلو برای من فرستادی من همونو برات میخونم، چون من که نمیتونم الان پیداش کنم. شما اون ایمیلو برای من بفرست که من برای شما گفتم. خب شما که الان چند ساله با ما هستی، برنامه رو نگاه میکنی، نظر میدی، از این اونم سوال میکنی، نه خب تلویزیون رو حمایت کن. بعد شما نوشتیم من یک جور دیگر حمایت میکنم، گفتیم آقا مثل این میمونه که ما بگیم گرسنه هستیم، شما بگیم من دعای من، گفتی نه غذای من، بیا بنویسش. این همین گفت و شنود من برای مردم میخونم. ساعت 2:55 است، 5 دقیقه دیگه شما رو سوار بر هواپیمای خیال میبرم خلیج فارس، اونجا با حرفای این دوست ما گوش کنید. گفتار عقل بشر شماره 61، برنامه 61، تیترش زور ملا هست. ببینیم چی میگه. من وقتی برنامه ایشون میاد میارمش تو دستگاه و
وقتی که چیز میکنم میزنم هی 5 دقیقه 5 دقیقه میبره جلو که ببینم صدا هست، میبینم مثلا 18 دقیقه 20 دقیقه 22 دقیقه برنامه دارم، ولی برنامه رو گوش نمیدم. باور کنید، از همین آقای انصاری سوال کنید، بارها آقای انصاری گفته آقا من که دارم میام این نوشته شما بخون، من نوشتم میخوام اینا رو بگم. میگم برای من نگو یا برام نفرست، من میخوام برام تازگی داشته باشه. اون موقعی که شما صحبت میکنی منم مثل بیننده ها تکراری نشه برام که اینو قبلا دیروز شنیده باشم یا دیروز گفته باشم، چون بعضی وقتا اگه یه چیزایی رو از قبل بفهمیم بعد میگیم آقا ای کاش اینو نمیگفتی، ای کاش اینو نمیگفتی، میشه همون سانسور. یعنی سانسور از خود سانسوری شروع میشه. در هر صورت برگردیم به اون آقای سیروس آموزگار، وزیر 37 روز شاپور بختیار، وزرایی که 5 روز رفتن عراق با کیف‌های پرپول اینور اونور رفتن دنبال زندگی خودشون و هیچ اقدامی برای ایران نکردن، بعد طلبکار مردم هم شدن و همشون هم از خجالت دست به هم دادن و نمیگن که ما اون 5 روز کجا بودیم. بابک هروی ویدیوی خود شاپور بختیار گذاشت که وقتی ازش خبرنگار پرسید گفت حالا اون 5 روز رو من الان نمیگم، بعدن یه چیزی میگم، که دیگه بعدم کشتنش، مرد. یکی میگه برای تریاک بود، یکی میگه برای پول بود، یکی میگه برای مسائل خانوادگی بود، اونا رو دیگه من نمیدونم، من اونجا نبودم. اینو باید از علی بابا بپرسیم. این آقای علی بابا یه وقت میبینی همچین میگه که انگار تو رختخواب شاه بوده، یه وقت همچین میگه انگار که تو مطب عیادی بوده، یه وقت همچین میگه که انگار تو اتاق فرع پهلوی بوده یا فرع دیبا بوده. میگم خب آقا علی بابا، لابد شما علی بابا هستی، 40 دزد بغداد، خب اولا شما بیا جلو که اون 40 دزدام یکی یکی بیان جلو که رفت پیداش نشد. چند سال پیشم فکر کنم ایشون برای من یه چیزایی نوشت همچین که چقدر خوب شده الان. الان ما میگیم که به اصطلاح این اسکایپ هست، اینم شما بیا به عنوان فردی حقیقی و حقوقی مردم ببیننه. اقلا اگه اسمتو دروغ گفتی همچی که صورتو دیدن میگن آقا این کوروش نمیدونم ایران پرست نیست، این آقا حاج عبدالله دزد بازاره. ما راحت شدیم با این اسکایپ، صحبت از اسکایپ شد. دوشنبه باز میبرمتون یا دانمارک یا فنلاند، دانمارک برنامه ای رو ما داشتیم قبلا، پناهجویان رو دریابیم. به خیلی از این پناهجویان چون ما بلدم نیستیم، همچی که از ایران میاد بیرون طرف میگه آقا پناهنده شدم. آقا شما پناهنده نیستی، شما پناهجو هستی، دنبال یک کشوری میگردی که شما رو پناه بده، کاغذ بده دستت بگه شما اینجا پناه داری، اینجا اقامت داری، حالا یا دائم یا 5 سال یا 10 سال، اون موقع پناهنده هستی. به همین خاطر یه سریشو میگن اسایلم، یه سریشو میگن رفیوجی. ما اینا همه رو قاطی میکنیم، اصلا ایران قاطی پاتیه. این بی خودی ارده و شیره رو قاطی میکردن میخوردن. بله اوکی، خب ممنون از شما که برنامه های فلان تماشا میکنی، چرا حمایت نمیکنی؟ ما زیاران چشم یاری داشتیم، ایشون برای من نوشته به نظرم شما حمایت را فقط در پرداخت پول میدانی، راه های حمایت در حقیقت بسیار است. خب دوتاشو می نوشتی. آقای سوربی برنامه آقای هلاکویی رو بذار اینجا، باشه گذاشتیم مجانی. آقای سوربی برنامه فلانی رو بذار اینجا، باشه گذاشتیم مجانی. راهاش اینه. من جواب نوشتم که این هم از آن جوابهای چند تا نقطه بود دیگه، حالا هر کی دلش میخواد خودش بذاره، این به شما واگذار. مانند این است که یک نفر گرسنه باشه من بهش بگم نگران نباش، من به شما غذای روح میدم. واقعا که ما ایرانی ها موجودات غریبه هستیم. ممنونم از حمایت های چند نقطه شما. خب حالا شما میگی شما اینو نگفتی. آقا از اون روستاله که ما اینو گفتیم 2000 نفر آمدن چون شما رو میشناسن بهتون حمله کردن. دیگه حمله نکنین به این دوست بهایی ما. ضمناً شما اگه سوالی از آقای انصاری داری، آقای انصاری رو فیسبوک هست، ازش سوال کنید و باهاش تماس بگیرید. خانم میلانی من الان یادم افتاد، شما که رو فیسبوک هستی، ایشون هم که رو فیسبوکه، رو فیسبوک قسمت خصوصیش شماره تلفنتون رو بده بگو من میخوام تماس بگیرم، به من تماس بگیرید. راحت شدم من به خودم، مرسی، امیدوارم باشی همین. Tell him to text me first. خب ببین اینجوری میشه،
شما به من میگی بهش بگو تماس بگیره، من میگم اوکی بابا، شما که انگلیسی خانم لیلا میلانی خیلی عالیه، این هی سد شی سد شما میدونید چیه؟ منم میدونم چیه. یعنی این به این یکی میگه، این تا میره اونجا نظر خودش هم قاطیش میشه، بعد که برمیگرده با اون میگه منظور خودش هم اضافه میکنه. الان شما مستقیم میتونی با آقای انصاری تماس بگیری، برید تو قسمت صفحه‌اش، من نشون میدم اصلا که دیگران هم این کار انجام بدن، اگر نمیدونن اونا هم این کار انجام بدن. بذارید من صفحه آقای انصاری رو اینجا بیارم و انصاری مثلا، من چون قبلا صفحه ایشون توی کامپیوترم اومده، همین تا میزنم انصاری، دو تا انصاری میاد، یکیش بدون عکس، یکیش با عکس. این که با عکس، یکی دیگه از چیزای فیسبوک خوبیش اینه شما میبینی کدومشو میخوای، چون مثلا سوربی که میزنی ممکنه 30 تا بیاد، طرف هست تو ایتالیا فامیلیش سوربیه، بعد تو کالیفرنیا دکتر سوربی داریم، اون شرکت هواپیمایی رو داریم، اینا در هر صورت. ببینید این صفحه فیسبوک آقای احمد علی مسعود انصاری، من تشکر میکنم از ایشون، کار قشنگی انجام داده، اومده ویدیوی ما رو شیر کرده، خیلی ممنون آقای انصاری. ای کاش دوستان دیگه هم این کار انجام بده. ببینید اینجا نوشته مسیج، شما این مسیجی که میزنی یا کلیک میکنی، همش ما میخوایم بزنیم اینو اونو، اینو کلیک میکنی یا روش فشار که میاری، قشنگ یه صفحه باز میشه، رو اون می‌نویسید، اصلا راجع می‌نویسید من کی هستم، چون شما تو فیسبوک هستی اسمتون نوشته میشه. سلام آقای انصاری، من مایلم با شما صحبت کنم، شماره تلفن من اینه. و شما وقتی شماره تلفن تو میدی، اون میگه که بابا این آدمی نیست که بخواد فوش بده، آدم مزخرفی باشه، داره شماره تلفنشو میده، اون هم تماس میگیره، یا بگو من میخوام با شما تکست چیز کنم. بعد به جای تکست به نظر من فیسبوک بهتر از همه چی. دستم ممنونم آقای انصاری، آقای دوستان دیگه، شد 3:02 از این دوستمون در خلیج فارس، عذر میخوام، شما رو ببرم به پیام شماره 61. اجازه بدین من اینو هم کوچیکش کنم، ببندمش و پیام ایشون رو با هم میشنویم. در حین پیام ایشون من این پیام رو پخش میکنم که میگه پیام شما امرو برای آقای حسن خزایی نوشتن که آقای خزایی قرار شد شما پیغام بذاری و برای تلفن برای چیز اینا، گفت خب کاکو جون گرفتارم، یعنی خوشتون میاد هر وقت طرف وقت داره میخواد بیاد زنگ بزنه با من صحبت کنه، حاضرم نیست حتی پیام بذاره. خب این خودخواهیه، ما اگه خودخواه نباشیم زنگ میزنیم طرف نیستش، یعنی احترام گذاشتیم به این که اون الان خوابیده، داره حمام میره، داره رفته دکتر، احترام میذاریم بهش، به نبودش هم احترام میذاریم، براش پیام میذاریم. به چه صورت؟ حسن آقا سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم، تماس گرفتم ببینم این جمعه شما تشریف میارید ویرجینیا، میخواستم مطمئن بشم اگه شما میای من از یه جایی در برم از ویرجینیا بیرون کامل. شماره تلفنم هم هست 202-695-2573، یا مثل اسپانیشایی که به ما اون وقتا زنگ میزدن، ما اون وقتا بیمه میفروختیم، این آقای مو پارسه میدونه، طرف زنگ میزن میگو تورس گونزالس می اینشنس من نمیرسه من اوتی دی فایف از بزر رنگ من پدر سخته که جون میکندی شاش که حرف میزدی، چرا به شماره که میرسه مثل تیر از کمان در میری. 3 بار وقت تلفن اونجا انسرین ماشین نبود که هی بزنی برگردی، هی باید دوباره ورایزن رو میگرفتی، دوباره اگه میخواین برگرده یکو بزنید، اگه میخواین اینجوری بشه دوره بزنید. بریم سراغ این دوستمون، پیام شما در تلویزیون مردم، این شماره رو من برمیدارم، شماره درست میزنم، این شماره دیگه قطع شد چون سیستم تکس نداشت و پیامگیریش هم خیلی طولانی بود. من ساکت میشم، میکروفون رفت خلیج فارس. سلامی داغ از یکی از گرمترین جاهای روی این کره زمین تقدیمتون میکنم، امیدوارم تندرستی و شادکامی همیشه همراهتون باشد. در گفتار پیش درباره ستونهای حکومتی سخنی تقدیمتان شد، در این گفتار بیشتر به این ستون دین می پردازم. دین برای ترساندن گله توسط چوپان اختراع شد،
افراد اجتماع که در حضور نیروی نظامی در ترس و وحشت بوده و به اطاعت مجبور می شدن میبایست بیشتر تحت کنترل باشند. از این رو یک نیروی فوق العاده که همیشه و همه جا مواظب و مراقب انسان است تألیف شد و با گذشت زمان نیرو و تسلط و کاربردیش افزون گشت. محدود ساختن اندیشه و کار و فعالیت انسان هدف اصلی دین و عقیده بود. این نیرو عبادت و اطاعت انسانها را به طرز معینی خواستار می باشد و فرار از مورد پرستش و یا دوری از آن امکان پذیر نیست. شرح و وصف و وسیله و طرز به کار بردن این نیرو بر عهده موبد است که اعلم و افضل و احسنترین و برگزیده ترین خلقش می باشد. از روز نخست این موبدان برای خود یک مقام و لباسی جدا از دیگر ساختند و در بیشعوری مردم فرو کردند که کارگشای همه مسائل هستند. تا کنون خارج شدن این عقل از مغز و روش زندگی انسان امکان پذیر نیست. اطاعت از مدعیان نمایندگی مورد پرستش امری است که هیچ نیروی توان زدودنش از مغز انسان را نیافته و ندارد. هیچ حکومتی تا حال نتوانسته علی رغم شرح حقیقتها تصور منزه و برتر بودن موبدان را از مغزها برهاند. اخیراً دولت استرالیا اعلان کرد به 60,000 قربانی تجاوز جنسی توسط کلیساها جبران مادی پرداخت می کند. رئیس کلیسای ادیلید پایتخت ولایت جنوب استرالیا به علت سرپوشی بر تجاوزهای 40 سال اخیر 40 سال اخیر کشیش ها به 12 ماه زندان خانگی محکوم شد. آیا با این حقیقت و افتضاح استرالیایی ها از رفتن به کلیسا و باور کردن وعظ کشیش ها دست خواهند کشید؟ شوروی که سالیان دراز این گروه را به کنار زده بود پس از فرو ریختن رژیم کمونیستی فوراً بر سر کار آمده و مجدداً قد علم کرده به صحنه بازگشته و به نقش اساسی خود در تسلط بر مردم ادامه دادند. همه فعالیت‌هایشان در بزرگداشت قیصر و اقدام‌هایش در بدبخت نمودن ملت و به طور عموم تاریخ کثیفشان فراموش شد. مغزی که طی قرن‌ها توسط معیارهای دینی پر شده از انباشته‌هایش در بیشعوری نمی‌تواند بگریزد. علی‌رغم ثابت شدن گناهکاری موبدان اغلب مردم دروازه رستگاری در این دنیا و آخرت را در راهرو وجود موبد می‌دانند. وارد شدن به جلگه موبدان آسان است اما رسیدن به اعلمیت بسیار دشوار. این بالاتر شدن به کمک و همکاری حکمران و صاحب منفعان نیاز دارد. از این رو اعلم موبدان همیشه تأیید کننده و موافق حکمران رفتار و گفتار می کند. همیشه در جهت اطاعت از اولی الامر یا ولی امر فتواها صادر می شوند، هرچند این فتواها برخلاف دین و اصول و مقدسهایش باشند. تنها مذهب شیعه از این مقام یافتن و مقام دادن توانسته است خود را از یوغ حاکم نجات دهد. مراجع دینی شیعه از دولت پول نمی گیرند و سند دارایی آنان مردم هستند. حال که وضع آخوندها در ایران تغییر کرده و مستمرگیر دولت شده است، این وابستگی و نزدیکی سنتی به مردم در نتیجه رفتار دور از انسانیتشان خواه نخواه گذسته و از بین خواهد رفت. در آیه 59 سوره النساء در قرآن اطاعت مؤمنین از اولی الامر بر ایمان آوردگان به اسلام امر شده. هنگامی که میان ملاها و حکمران اختلاف می شد این آیه به نفع ملا تفسیر و از مسئولیت کامل برخوردار می شد. در دورانهای معمولی این اولی الامر همان خلیفه و یا پادشاه و شاه تفسیرش کردند. همانطور که هر شخصی هنگام گرویدن به یک گروه متنفذ و یا ثروتمند در درون خویش تغییری می‌یابد و خود را دیگر تصور می‌کند، در جمع ملا این احساس برتری را هر طلبه‌ای در خود می‌بیند. کسانی که در این گود رفته و تغییر نکرده‌اند بسیار کم می‌باشند. نمی‌توان تصور کرد امام مسجد الحرام در مکه که در بامداد
عید قربان در حدود 3 میلیون تن از پیر و جوان و شاهزاده ها و صاحب مقامان و پولداران پشتش نماز میخوانند و با هر حرکت بدنش از او تقلید، پس از این مراسم در خود احساس ابهت و عظمت نکند و خود را برتر از دیگر انسانها نداند. مقام ملایی به دنیا و خدا و آخرت پیوند خورده. ملا مردم را با منطق تراشی و غالبا با زور و معیارهای بیشعوری اجتماعی و هم عقیدگی وادار می کند. یک نمونهش همان متعصب بودن ایرانیان به آیینشان است. این آیین چه باشد و یا هرچند به علتهای سیاسی بارها تغییر کرده باشد، باز و تا حال تعصب دینی بخشی از عقیده اکثریت ایرانیان است. دین انسان را در دنیا به بردگی می‌گیرد و در برابر زحماتش آخرت به او می‌فروشد که هرگز کسی از آن خبری ندارد. کسی هم از آنجا نیامده که وضع آخرت را برای من شرح دهد، اما عملاً چنان واقعیت پیدا کرده که از این توهم تزریق شده چون حقیقتی در بیشعوری کسی را توان فرار نیست. معمولاً این اندیشه های دشوار باور بعد از ایمان آوردن به شخصی و یا مقامی در مغز فرو می رود و پس از آن غیر قابل اخراج می شود. پس از فتح مکه و حمله های مسلمانان در به صحرانشینان اطراف برای پخش دین اسلام و به دست آوردن غنیمه های جنگی از شکست خوردگان که شتر چاپیده شده بود، حضرت محمد پیامبر اسلام که از دنیا و آخرت گذشته، حاضر و آینده اطلاع داشتند، بنابر تقاضای ابو سفیان به او 100 شتر بخشیدند. ابو سفیان برای پسرش معاویه نیز 100 شتر خواست. خواسته هایش بیش بود و برای فرزندش یزید ابن ابو سفیان 100 شتر دیگر گرفت. بخشش های پیامبر اسلام به خیشان خود که قبلا دشمنش بودند، کسانی که موجب فرارش از مکه به مدینه شده و در جنگ فتح مکه در برابر شمشیر کشیده و فقط پس از استفاده از زور به مسلمانان گرویدند، جنگجویان و شمشیرکشان قبیله اوس و خزرج، یعنی نیروی حقیقی موفقیت و پیروزی حضرت محمد را ناراحت و از این بذل و بخشش های ایشان شکایت کردند. پیامبر در درون یک چادر با آنان اجتماع نمودند. در اجتماع حضرت فرمودند: شما نباید خواهان مال دنیا باشید. خداوند به شما شمشیرهای برنده اسلام همه بهشت را بخشیده است. آخرت شما تضمین شده و شما نباید به فکر مال دنیا باشید. پس از این سخنان گوهربار، حضرت محمد، حاضرین و سخنگو دست جمعی گریستند. ده ها کتاب درباره هوش و ذکاوت فوق العاده حضرت محمد نوشته شده. این واقعه حقیقت باهوشی ایشان را به خوبی نشان می‌دهد. قرآن در بیش از 50 آیه به عقل و ضرورت استفاده از آن اشاره کرده است. در این موقعیت ایشان با یک هوشمندی فوق العاده عقل را کنار زده و اندیشیدن شمشیر کشان اوس و خزرج را متوقف و احساساتشان را تحریک و به یک وعده سرخرمن قانعشان کردند. جهت آرام ساختن و یا تحریک گله انسانها، متوقف نمودن عقل و تحریک احساسات تا حال به همین شکل مورد استفاده بوده و هست. نقد فروختن به نزدیکان و وابستگان و نسیه فروشی به گله ها یک سیاست و یا روش تکراری در تاریخ بشر است. آنان که آغازاده خوانده می شوند از همه برکت ها و نعمت های خداداد برخوردارند. نعمت خدا بدون توقف، بدون حدود و با پربرکتی بر آنان می بارد. همه نمک ها در اختیارشان است. بخشنده نمک به نمک نشناسان و نمکدان شکنان هستند. در برابرشان اکثریت برای تهیه یک وعده غذا و سرپوش ساده باید همه دشواری ها را متحمل شوند. علتش هم همان خداست که نعمت ها را بنا به میل خود پخش می کند. چوپانان مظلوم جز اطاعت از خواست خدا و لذت از نعمت هایش کار دیگری نتوانند کرد.
انسان‌های معمولی جز قبول و راضی بودن به قسمتشان و طرز پخش نعمت خدا داد کار دیگری هم نباید بکنند. بدترین دوران تاریخ انسان بر این کره زمان تسلط مردان دین و صاحبان عقیده بر مردم بوده. آنان با تسلط بر همه ستونهای اجتماع زور فیزیکی و معنوی را در یک جا در دست گرفته و همه کارهای خود را هدایت خدا و چون خواسته هایش و یا مرامنامه حزب بخور همه طبقات مردم می دهند. نظامیان بخشی از اجتماع و مردمش می باشند. این بعد در اغلب کشورهای سنتی بارها تکرار شده، انسان که عقلش در اختیار خودش نیست بدون اندیشیدن پیرو این عقیده ها و روش هایش می شود. اگر این واقعیت از وضع انسان یعنی دوری از دانستن، فرار از اندیشیدن و تنبلی و آرام نگه داشتن مغز و سپس بدون استفاده به خاک سپردنش یک واقعیت فعلی و تکراری نبود، هرگز تحت تأثیر این نیروی سلطجو و محو کننده مغزها نمی شد. واقعیتی که انسانها را سوی دین برده و شیادی فروشندگانش را قبول کرده به علت وضعی است که انسان بر روی این کره تأسیس نموده، وضعی که در بیش از یک گفتار آن را یک ناهنجار فرض شده و اجباری بر انسان شرحیده ام که نمی توان از آن گریخت. وقتی کسی به علت سیستم حکمرانی نتواند برای مشکلهای این زندگی حل پیدا کند، کسی فریادش را نشنود، دردش احساس کننده ای نداشته باشد، کسی به کمکش نیاید، این انسان چه می باید بکند؟ یا چه در توان دارد که تغییری انجام دهد؟ نجات از فلاکت با توسل به یک نیروی تصوری و توهمی تنها راه باقی مانده است. بر عقل و اندیشه مسلط شده و به انسان ناکام فلک زده امیدی میدهد تا عمر کوتاه را به سر برد. هر کدام از ما هنگام درماندگی به این سوپر نیرو امیدواریم، به سویش خزیده و میخواهیم که اوضاع را 180 درجه چرخانده و راهی را فراهم سازد. خرابی وضع اغلبش کار همین چوپانان گله های انسانی است. وقتی نیروی نجات گر نیامد، دینها قناعت و قبول واقعیت را پیش آورده و قبولش را اجباری و خواست خدا می دانند. در یک جمله انسان و این مغز معجزه و پرتوان با نیروی غیر قابل تصور به وسیله معیارهای اجتماعی و عقیده‌ای و اقتصادی و وضعی که خود انسان بر این کره تأسیس کرده متوقف و به عذر بیهوده مبدل شده. این وضع عملی و فعلی برخلاف اصول دین است. مثلا در آیه شماره 11 سوره الضحا آمده و اما به نعمت ربک فحدث. در تفسیر این آیه آمده خداوند به پیامبرش حضرت محمد میگوید همیشه از نعمتهای خدا سخن بگو، از شرح نارسایی ها خودداری کن. این معیار که تشویق به بستن گوش از شنیدن حقیقت است به نعمتی که همین مغز است اشاره نمی کند. انسان در کتابهای مقدس ناقص العقل و واجب راهنمایی توسط اقلیت معرفی شده. این یکی از ضد و نقیض هایی است که کمتر کسی به آن توجه می کند. از طرفی عقل و اندیشیدن تشویق شده و از طرف دیگر هر دگر اندیشی و عدم اطاعت ممنوع و گناه و در حالتهایی موجب باختن جان می شود. در گفتار رژیم بعدی پیشبینی کردند که رژیم آخوندی می رود، رژیم ضد دین بر سر کار می آید. بر سر کار آمدن مخالف موجب آسایش و برطرف کردن مشکلها و اصلاح اوضاع نخواهد شد. ملت ناکام پس از ناکامی مجدد از بیدینی حکم و حکمران باز سوی نیروی غیبی رفته و آن را در مظهر آخوند و ملا جستجو می کنند. چاره دیگری ندارند، زیرا عقل را همه اصول حاکم بر این کره زمین از فعالیت باز داشته و علت سردردی و ناراحتی دانسته است. طرفداران هر عقیده‌ای مانند ملاها هستند. این عقیده کمونیستی، مجاهد و یا فدایی و یا هر چیز دیگری باشد همه یکسانند. هیچ کدامشان خواهان شناختن انسان و اوضاع احوالش نیستند. در مجلس ها و اجتماع هایشان ادعاهایی میکنند که فریبنده اند. ناتوانی در عمل کردنش مهم نیست.
شخص خودشان فقط مهم هستند و مردم وسیله رسیدنشان به تاج و تخت. تا این گامی که این اصول برانداخته نشده، از بین نرفته و اصولی جهت استفاده از عقل و خوشبختی انسان بر این کره پای ریزی نشده، امکان خوشبختی و آسایش برای انسان فراهم نخواهد شد. تصور خوشبخت بودن در داشتن مقام و پول و یا جا به جا شدن که بابا و تصوری همگانیست، مغز انسان را محدود به این نتیجه محدود و از نتیجه و از اندیشیدن و دیگر شدن من می کند. مغز انسان را محدود و از اندیشیدن و دیگر شدن من می کند. آقایان و خانمانی که در سنین بالا هستند با به خاطر آوردن اوضاع در چند دهه پیش به این نتیجه می رسند که علاقه و رابط انسان ها و مقایسه اش با اوضاع کنونی تغییر کرده. انسان پیشرفت تکنولوژی نموده اما از آدمیت دور گشته. این منوال یعنی دوری از آدمیت ادامه خواهد داشت و تصور این که در آینده این انسان چه خواهد شد موضوع پژوهشگری دیگر اندیشانی شده و اغلبشان عقیده دارند انسان از یک موجود به یک ماشین یا دستگاه تغییر خواهد کرد که تعداد کمی از چوپانان حرکتش می دهند. انسان می آید و می رود بدون اینکه نافهمی این نافهمی و بردگی خیش را درک کند. امیدوارم با اندیشیدن این مسیر را من کرده و یا از سرعتش بکاهید. انسان عمر کوتاه را نباید دور از هماغوشی با خوشبختی بگذراند. این عمر را بجز خوش بودن نباید در حالت دیگری تباه کرد. همه وسایلش فراهم است. تعدادی بیخرد خودخواه خوشبختی خود را در بدبخت نمودن اکثریت تصوریدند، برنامه ریخته و دنیا را به خاک و خون کشیدند. بدبختی های انسان، ناکامی هایش، ناتوانی هایش به علت خودخواهی این اقلیت بسیار کم است که دنیا را میچرخانند. دلقک هایشان در هر کشوری همین بلاها را بر سر هم میهن، هم کیش و هم نوع می آورند. برایتان بهترین را آرزو مندم. همه اوقاتتان شاد و خاطرتان آسوده باد. بسیار ممنونم. خانم لیلا میلانی میپرسند که ببخشید این آقا کی هستن؟ این دوستمون از خلیج فارس سالها در رادیو تلویزیون ایران و رسانه‌های دیگه فعالیت میکرده ولی فعلا نمیخواد اسم و فامیلش و محلش رو بگه تا روزی که خودشون بخواد. ولی من میشناسم ایشون رو، شماره تلفنش دارم، آدرسش دارم، عکسش رو دارم و میدونم کجا زندگی میکنه و ایشون نظرات خودش رو بعد از سالها مطالعه و تحقیق درباره عقل بشر، مغز، اینا الان برنامه 61 هست، اینا رو نگاه کنید به نظرم برنامه های جالبی دارن. گاهی وقتا به نظر من میاد که یه مقداری طولانیه. دلیلش اینه که شما وقتی یه نفر رو نمیبینی 20 دقیقه، 18 دقیقه، 16 دقیقه، این باید یک جذابیت رادیویی بهش اضافه بشه یا یک موزیکی یواش زده بشه یا اینکه مطلب یکی نباشه، درباره چند تا موضوع مختلف باشه و اینها که دیگه من کاری ندارم به ایشون. ولی یه چیز جالب بگم براتون که یه دوستی ما داشتیم، همیشه زنگ میزدن، پیام میذاشتن و یه مدتی بود ازش بیخبر بودن. حالا شماره تلفنشون رو اینجا میبینم، اجازه بدید من پیام ایشون رو پخش کنم. و جالبه به شماره تلفن قدیمی ما زنگ زدن ولی هنوز کار میکنه. دوستان به این شماره تلفن 703 زنگ نزنید، خیلی جالبه ها. ما به ایرانی ها هرچی میگیم به اون زنگ نزنید به اون زنگ میزنن، هرچی میگیم به این زنگ بزنید به این زنگ نمیزنن. عجب ملتی هستیم. در اصل این دوستمون اگه صدای منو میشنوه و ماجرا رو میبینه، لطف کن به این شماره دیگه زنگ نزن، چون این الان مدت هاست ما دیگه قطعش کردیم. اینا هم همینجوری این کارو میکنن که ما بگیم ببین بعضیا هنوز اون شماره رو استفاده میکنن، پس دوباره بریم ماهیانه پول بدیم. داشتم اون روز با آقای خلیلی صحبت میکردم، شرکت کتاب. بذارید من اینجا بنویسم شرکت کتاب، حالا براتون میگم چی شد. اگه یادتون باشه من چند هفته پیش چند تا از این کتابایی رو که
پتیک زحمت کشیده بود فرستاده بود، عکس گرفتم توی برنامه نشون دادم و دوستان بیننده گفتن این کتابو میخوام اون کتابو میخوام. جالب بود که وقتی اولین کسی که اون کتاب از آلاش تا آفریقا رضا شاه، زندگی رضا شاه، وقتی اولین نفر گرفت بلا فاصله یکی دیگه زنگ زد گفت من اینو برای پدرم میخوام، گفتم که به اصطلاح نداریم رفته و اینها، و اصلا به نظر میاد این کتاب کمیابی هم هست چون تو ایران بود چاپ شده و فلان اینها. بعد یه دوست دیگه اونم از کانادا زنگ زد. ولی چند روز پیش داشتم این کتاب آقای امیر حسین لادن رو میخوندم، یه دفعه دیدم همین اولش راجع به کتاب فروشی شرکت کتاب به اصطلاح نوشته، شماره تلفن اینا. من آقای بیژن خلیلی رو سالها پیش از طریق تلویزیون باشون آشنا شدم، ایشون تنیمی هستن ولی میشه اقلا باهاش حرف زد. فکر نمی کنم از اونایی باشه که خودش رو تافته جدا بافته میدونه یا قوم برتر میدونه یا قوم منتخب میدونه. میدونید که خود کلیمیا بر اساس کتابشون میگن we are chosen people، یعنی ما انتخاب شدیم که ما فقط بریم چه بهشتی میشه، همه کلیمی، همه زبل، همه میخوان به اصطلاح حسابگر. حالا اینجا دارن از ما سوء استفاده میکنن یا از ما استفاده میکنن، زندگی های خوبی دارن، اونجا با همدیگه چه کار میکنن؟ این یه سوالی بود که یکی از دوستان کرد. اتفاقا یه دفعه اگه آقای بیژن خلیلی رو داشته باشیم ازش سوال میکنیم آقا حالا هیتلر آمد اینقدر کثافتکاری اینها، ولی شماها قبل از هیتلر چرا اومده بودین اروپا؟ اگه کشوری به اون خوبی داشتید این همه سال موسا زحمت کشید بعد از سرگردانی پیدا کرد و قوم اسرائیل رو رسوند به اون سرزمین موعود چی شد؟ در صورت این فقط اینه که بهتون بگم اگه کتابی چیزی میخواییم با شرکت کتاب تماس بگیرید، وبسایتشون خیلی ساده است kitab.com، بعد شماره تلفنشون هم هست که البته ایشون شماره تلفن خودش هم که به من داد، گفتم که چه این شماره تلفن به این خوبی رو از کجا میگیری؟ گفت سوربی جان برای که 30 سال دارم پول تلفن میدم، همه تلفن‌ها رو عوض کردن رفتن اینا، ولی من وایسادم همینجوری پول میدم، این شرکت تلفنم میدونه که من خوب پول میدم، ما رو از اون تیکر میکنه. شماره تلفنشون هست 310-477-7477. پس شد 310-477-7477 و kitab.com. خیلی کارای روزنامه نگاری و کتاب چاپ کردن و بخش یلو پیج و همه اینها رو هم دارن. بریم پیام این دوستمون رو هم بشنویم و برگردیم. در صورت با ایشون تماس گرفتم و گفتم که یه چنین کتابی دنبالش هستم، گفت برات پیدا میکنیم، پیدا کرد برای دوستمون در کانادا فرستاد، برای اون دوست دیگه اون در کالیفرنیا هم قرار هست که بفرسته. با همین پیامو بشنویم از اونور آب. ایشون فکر کنم همسایه آقا رضا باشه. رفتم یه جایی فیلم برداری کنم، اون صاحب رستوران اومد گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی هستم. گفت به به شاه شما اینجا زندگی میکنه؟ گفتم آقا شاه ما مرده، قبرش هم ما نمیدونیم کجا، یه روز میگن تو مصر، مصر که شلوغ میشه میگن قبرشو درآوردن، بنده خدای بیچاره شاه گور به گور شده. و گفت نه منظورم پسرشه. گفتم آقا پسرش که شاه نیست، چرا میگی؟ گفت خب همون حالا پرینسه. گفت اینها خونهشون اونجاست. گفتم هو کرز بالاخره، یعنی چی میگن؟ بله شرکت کتاب در لس آنجلس منطقه وست وود هست. بس از لحاظ فیزیکلی اون مغازه و فروشگاه و اینا رو من چند سال پیشم که اومدم اونجا 2004 رفته بودم اونجا رو بستن، ولی روی فعالیت‌های اینترنتشون و یه آفیس اینا هم دارن. در اصل ممنون و متشکرم. وقتی که ما داشتیم راجع به ایران و آیا احمد علی مسعود انصاری ایران میره یا نه، دوستان داشتن صحبت می‌کردن، مثلا آقای فرخ میگه که من نمیدونم اینایی که میگن حتی اگه ایران خوب بشه ما نمیریم، پس چرا صحبت می‌کنن درباره‌اش؟ آخه این یه چیز طبیعیه، مثلا من دوست دارم ایران خوب بشه، ولی به قول همین آقای انصاری اگه یکی آقا خوب شد میری، میگم نه آقا بنده بچه‌م اینجاست، نوه‌م اینجاست، کجا بلنشم برم اونجا؟ بله خوب بشه برای مسافرت میریم، ولی خوب بشه برای زندگی ما دیگه نمیریم. بنده نیمی بیشتر از عمرم رو خارج زندگی کردم، الان هیچ وجه مشترکی با ایرانیای داخل ایران ندارم.
البته بعد نوشتن که منظورشون من نیستم. ممنون و متشکرم. خانم گلنار می نویسه که ایرانیبوک.com در آمریکا هم هر کتابی بخواین براتون تهیه و میفرسه، حتی کتاب‌های نایاب. ایرانیبوک.com، شما یه تبلیغ مجانی کردی یا بهش بگو که ایرانیبوک.com تبلیغ شد، پولشو بفرست بیاد. و آقای بیژن خلیلی، چون این خلیلی ها شیرازی، سریشون فامیلی ما هستن ولی اینا شیرازی نیستن، یادم یه در بایشون مصاحبه کردم سالها پیش، گفتم شما از همون فامیلای ما هستین، گفت که نه اونا فرق میکنن. گفتم اصلا شهاب خلیلی با من هم کلاس بود، فامیل هم سن بودیم، هم بازی بودیم و بله اونا هم فامیل اون هست. چی داشته میگفتیم؟ پیام این دوستمون ببینیم چی میگه. اوپن بفرمایید ببینیم. سلام آقای سردی، خسته نباشی. مرحوم نسرین جهان پهلوان، دکتر نسرین جهان پهلوان 37 سال پیش در رشته دندان پزشکی سال پنجم به خاطر فعال بودن در سازمان مجاهدین دستگیر شد، روانه زندان شد 3 سال. بعد از 3 سال که برگشت رد باید به تحصیلش ادامه داد و دکتراش رو گرفت سرای گوهرگشت در کرج، مطب زد، 7 سال پیش هم مرگ طبیعی مرد. ولی 40 سال هیچ دانشگاه، هیچ جوان باهایی رو به دانشگاه راه نمیدم. آقای بهار اگه میگه باهایی فقط آزاری میخوان برای خودشون، نه آقای بهار، آقای بهار، آقای سردی، آقای بهار، یعنی اینطور افراد توجه داشته باشن که جامعه باهایی آزادی میخواد که زندگی معمول داشته باشه، نه تحت هر نوع فشار. باشه باش. شما یه تبلیغ مجانی برای باهایی ها، ممنون و متشکرم. ببین دوست عزیز، اگر باهایی ها واقعا آزادی میخوان برای ایران، وقتی ایران آزادی باشه، یهودیه آزادی داره، مسلمان آزادی داره، بهایی آزادی داره، مسیحی آزادی داره، زرتشتی هم آزادی داره. ولی اگه من گفتم آقا به من آزادی بده گور پدر دیگران، این میشه تافته جدا بافته. این آقای بهار میگه، میگه بیاین هی نگین بهایی ها، بگین ایرانی ها الان تو این شرایط هستن. البته من بارها گفتم به اینا ظلم مضاعف میشه. بله اینا بچه هاشون همون موقع تو دوره شاه هم اذیت می شدن. بابا دوستای من مسیح الله ثابت، آقای نقاشیان، اینا الان دیگه اسماشون هم یادم رفته، بودن دیگه اذیت می شدن. 4 تا از ما که بیدین بودیم یا بابا همون بیدین بود، با اینا خوب رفتار می کردیم، اینا با ما دوست بودن. آقای روحانی بود، اون به اصطلاح منصور روحانی، اینا بهایی بودن، اذیت می شدن دوره شاه. اگر شاه رفته بود زرتشتی شده ولی نتونسته بود این آزادی رو توی مدرسه ها چی میگن بهینه کنه، یعنی جا بندازه، خب اشکال داشت کار. آقا 57 سال من به این دوستانی که یقه پاره میکنن میگن ما سلطنت طلب هستیم، میگم یکم شربت عرق شاتره بخور، شربت آب لیمو، شما کام داون، ریلکس، آروم بگیر، آروم بگیر، آروم بگیر. وقتا هم میگفتن چی پسونک بدن بگیر، آروم باش. حالا من از شما سوال دارم، چی شد آقا این قبل از 22 بهمن، بعد از ظهر انقلاب شد ها، قبل از 22 بهمن مردم ایران آدمای خوبی بودن یا بد بودن؟ خب بیاین اینو بگید، تکلیف ما رو معلوم کنید. 21 بهمن، حالا کاری با اون روزم نداریم، اینم مثل عید نوروز هست، اون نصفش نمیدونیم 29 سیوم عوض میشه، یا امروز عید میشه فردا میشه یکم، اینو ولش کن. 20 بهمن شما اگه برنامه من هنوز میبینی و همین 03 پیغام میذاری، اولا شمارت رو عوض کن، 202-695-25-73 با این شماره زنگ بزن، یعنی شماره ما رو عوض کن. شما به من بگو 20 بهمن مردم ایران بعد از 57 سال حکومت پادشاهی، دو پادشاه ایران ساز، آدمای خوبی بودن،
آدم های بدی بودن، آدم های باسوادی بودن، آدم های بیسوادی بودن، آدم های دزدی بودن، آدم های پدرسوختهی بودن، ایران آباد بود، ایران آزاد بود، اینها رو بیا بگو بعد چیز کنی. اینم که شما گفتی من متوجه نشدم، اسمی که شما گفتی، از بس که هی میگیم جهان پهلوان جهان پهلوان، ما نمیدونیم این مقام کشتیگیری بوده، مقام زیبا اندام بوده یا واقعا فامیلیش بوده. شما گفتید آقای نصیری جهان پهلوان، در صورت اینم از این. آقای سوربی، متاسفانه بهایی ها در آرزوی کنترل ایران هستند، مثل همکیشان یهودیشان که آرزوی کنترل دنیا را دارند. خانم گلنا برو شما اینو بنویس سوربی فاصله حسن فیروزی. آقای حسن فیروزی یک بهایی معتقد که پدرش مادرش به خاطر بهاییت طلاق داده، و وقتی این مرد که الان 80 سالش صحبت میکنه آدم گریه میکنه، جیگرش داغون میشه. آمد نشست اینجا گو آقای سوربی این آقای حسن ارشاد درست میگه، ما بهایی ها به فکر این هستیم که دنیا رو بگیریم. این بهایی هایی که میگن ما دنبال سیاست دنبال حکومت نیستیم دروغ میگن. آقای استادی سیرکل، آقای دکتر بیژن یگانه، شما برو سنگتو با آقای حسن فیروزی وابکن. من که نه کاری به دین دارم، هرهوری مذهب، هر کسی هر مذهبی، آقا برو چوب بپرست، برو اونها اون یه نفر یه درخت اینجاست بیا بغلش کن، خودت اصلا ببند به این درخت تا بمیری که بعد ما بگیم چقدر آدم خوبی بود، عمرشو داد به این درخت. نگاه کن این مرده ولی نمرده، درخته میبینی اینجوری از این مزخرفا. به من چه که شما چه دینی داری؟ بعد آقای حسن فیروزی میگه آقا بهاییت میگه شما وقتی توی مملکت هستید یه گاورمنتی اونجا هست، چرا الان شما تو اسرائیل نمیخواین بهاییت را بندازین؟ چرا تو اسرائیل خفه شدید صدای حقوق بشرتون در نمیاد؟ چرا اونجا قانون رعایت میکنید؟ چون اسرائیل گفته تبلیغ نه، ولی تو ایران میخواین تبلیغ کنی؟ بلند میشین میرین تو دهات نمیدونم در این درس میدین، یه دفعه صحبت بهایی میاد پیش. بابا جون کارمون خرابه. آقای بهار درست میگه، میگه اگه میخوای فریاد آزادی بزنی، آزادی برای همه مردم، نه حتی ایران، برای همه دنیا. بارها بهتون گفتم اینایی که میگن من از نژاد آریایی هستم، نگاه کن چقدر موام بلنده، همین دیروز رنگی زدم، نگاه کن چقدر چشامم آبیه، یه لنز خریدم $5 آبی شد. اگه یه بچه ای افتاد زمین شما ازش میپرسی Hey, where are you from? Are you Persian? حالا که پرژنی، Do you speak Farsi or speak Azeri? نه، بلندش میکنی بابا جون اوکی هستی؟ درست؟ اینو ما دنبالش باید بریم. حالا هی شما گیر بده به بهایی، اون یکی گیر بده به اسلام، اون یکی گیر بده به زرتوش، اون یکی نمیدونم مثل علاقه یه انقدر چی بندازه. این آقای فاضلی رو دیده بودی رو کراواتش یه چیزی گذاشته بود، رو سینه‌اش یه چیزی گذاشته بود، رو یقه پیرنش یه چیزی گذاشته بود، مسخره کردن خودشونه. وقت همین احمقا کسایی هستن که وقتی دوره شاه بوده همشون مذهبی بودن. همین آقای نوری علا میبینی، اسماعیل نوری علا، آخوند درجه یک. از خودش بپرسین رفته دنبال کلاس قرآن و فلان بیستار اینا. بعد اینقدر پفیوزن که هر روزم هر چیزی رو که فکر میکنن اون روز درسته میخوان دیگرانم ببرن جلب کنن، بعد که میفهمن غلطه نمیان بگن غلط کردیم گو خوردیم برن دنبال کار خودشون، دوباره یه چیز دیگر میارن دنبال اونو میگیرن. حالا وقت حالا صحبت کردیم، بله یک ویدیو 37 دقیقه راجع به طیب دیدم خلیلی، تعجب کردم که شاه فقید برایش ارزشی قائل نشد. من ندیدم طیب دیدم خلیلی، تعجب کردم که شاه فقید، متوجه نمیشم جمله رو. بعضی وقتا شما اون چیزی که منظورته من منظور شما رو درک نمیکنم. در هر صورت آقای خلیلی، خود منم باهاش اشکال دارم، دو سه بارم توی صحبت ها بهش گفتم آقای خلیلی شما گاهی وقتی هم زیر آبی میری میشیم منش امیر، ولی هر کدوممون یه مرضی داریم دیگه. این شعری بود گفت هر کسی از دیوانگی یه رنگی برای خودش انتخاب کرده، یا آقای دکتر میری بود میگو که بشر با دست خود زنجی. اما تو صحبت های این دوستمون در عقل بشر، ایشون گفت که
قیصر روسیه. تا اونجایی که من میدونم کایزر یا قیصر مال آلمانا بوده، امپرور. البته این آلمانا میدونید که وقتی شاهاشون رو نگاه میکنی تا چند مدت پیشش حتی یک آلمانی صحبت نمیکرده. در صورت این قیصر و کایزر و سزار و اینا همشون یه ریشه دارن، زار، تزار، قیصر، نمیدونم امپرور، همشون یه مش آدمای دیکتاتوری که بعضی هاشون هم واقعا وقتی اومدن اگه اون قدرت نبود اون مملکت رو نمیتونستن نگه دارن. این هم نباید نادیده بگیرید. در صورت این صحبتی بود که این دوستمون فراخوان زرتشتی رو من براتون پیدا کنم. این دوستمونم احیانا از ساعت 2 نشسته نگاه کنه ببینیم چی میشه. بله، پرسکیوشن آف بهای آف ایران. آقا برنامه ما رو بهایی نکنه، خاصی برنامه بگی، بیا از اول بگو بها بها الله بها بها الله بها بها الله، ولو ما رو نکش اونجا. بذار من این زرتشتی ها رو بیارم که یه فراخانی یه آقای به نام سیاوش زرتشت، سیاوش سیاوش هم میگن. بله، ایشون برای من نوشته که سرور بسیار گرانقدر، با بهترین درودها و آرزوهای بهترین شادمانی و پیروزی برای شما فرزند نیک و گرامی میهن پاک دلانه و بی پایان از شما ایرانیار سپاسمندی. همش تعارف، همش دروغ، همش قلابی. ایشون ممکن اصلا منو نمیشناس. با مهر و سپاس، فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در کشور سوئد، سیاوش زرتشتی. حالا ببینید چی نوشت. من نوشتم، من اول اینو دیدم، اعتصابات باید ابعاد گسترده‌ای به خود بگیرد. اول ماه مهر روز اعتصاب سراسری در ایران. بیایید برای سرنگون کردن رژیم ننگین اسلامی دست ها را به سوی یکدیگر دراز کنیم و نخستین روز از ماه مهر را به روز اتحاد و تشدید پیکار بر ضد رژیم اسلامی. یکی نگاه کنه این اولین روز ماه مهر نکنه دوباره جمعه باشه. یادتونه این دیوانه تیمسار روانی روحانی آمد یه سالی گو اول ماه مهر بچه ها نرن مدرسه، بعد معلوم شد اصلا اول اون ماه مهر جمعه بود و این احمق حتی نگاه نکرده بود تو تقویم ببینی که آقا جمعه مدرسه تعطیله، بچه ها تعطیلن. حالا امیدواریم این دوست ما که اسمش سیاوش زرتشتی هست، من ایشونو نمیشناسم، و فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، یعنی فرهنگستان محلی، کشوری، منطقه‌ای، اینا رو هم قبول ندارن، همه جهانی. بیا این روز اول ماه مهر اعتصاب کنیم. اینا نمیدونن اعتصاب کسایی انجام میدن که یه وجه مشترکی داشته باشن. الان راننده های اتوبوس واشنگتن و راننده های مترو یا اپراتور مترو میخوان اعتصاب کنن. وجه مشترک، حقوقمون کمه، ساعتای کارمون زیاده. آقای سیاوش زرتشتی، شما که به مردم میگید بیاین اعتصاب کنید، آقای بازاری وقتی اعتصاب میکنه چه کار میکنه؟ مغازه‌شو میبنده، فردا که میاد دلار 4200 تومانی شده 7000 تومان، اینم پارچه ها رو میگه اوکی این اینقدر بوده، حالا به نرخ اینقدر گرونتر میده. پول اون روز هم که رفته نشسته تو خونش تو استخر رو شمال از مردم بیچاره میگیره. کارگر شرکت واحد اگر رفت اعتصاب کرد، شما به ایران به داداشت گفتی بره حقوق یه خانواده رو بده؟ آقا خمینی وقتی به مردم گفت اعتصاب، گفته بود شما اعتصاب کنید، براشون نفت میبرد در خونه هاشون، بعضیا به هم حقوق میدادن از مساجد، پایگاه داشت. شما چه پایگاهی دارید؟ انجمن جهانی کوروش بزرگ. من نوشتم آقا من فردا در برنامه زنده از تلویزیون مردم درباره این فراخوان صحبت میکنم. این فراخوانهای حقایی، فولادوندی، تیمسار روحانی دیوانه، اینا مردم شما رو مسخره میکنن. مردم حالا جای خود آخونده شما رو مسخره میکنن. اول مهرم میاد یه فیلم نشون میدن، میگن بابا بفرمون. آقای سیاوش زرتشتی، شما از جنبش های گراس رود، پایه‌ای، مردمی چی میدونی؟ سابقه چیه؟
حالا اگه اسم تام حسن علیه، نمیدونم خداوند، خدا بخشنده، چی میگه، حالا بگیم خداونده، اون آقای مسعود خداونده و داداشش ممکن ناراحت بشن، بگیم خداوندلو، آقای یزدان خداوندلو. اوکی، اسم شما سیاوش زرتشتی است، اصلا به ما مربوطی نیست. بیان اعتصاب کنن برای چی؟ با شما چه وجه مشترکی دارن که شما تو سوئد نشستی، احتمالاً حقوقم داری میگیری از دولت سوئد، از مردم سوئد؟ وجه مشترکتون با اونا چیه؟ نداره. حالا بیام اینجا آگهیشم بهتون نشون بدم. بله، این پیر مردا و پیر زنا وقتی یه برنامه پروگرامی یاد میگیرن ازش استفاده کنن خیلی خوشحال میشن. مثلا یاد میگیرن که با فوتوشاپ یا با پوسته، با فلایر، توی ورد، توی نمیدونم فلان کوفت زهرمار یه چیز درست کنن. حالا اینو درست کردن، دست ها در دست هم دور ایران، نقشه ایران اون وسط، اول ماه مه روز اعتصاب سراسری در ایران، بیایید برای سرنگون کردن رژیم ننگین اسلامی دست ها را به سوی یکدیگر دراز کنیم و نخستین روز از ماه مه را به روز اتحاد و تشدید پیکار بر ضد رژیم اسلامی ایران تبدیل سازیم. فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ در کشور سوئد. فرداش چی؟ نشته اسمهاشون هم، من آنم که رستم بود پهلوان هست. بله لیلا، how do you know have you seen my picture؟ لیلا how do you know have you seen my picture؟ فرخ هم انگلیسیش مثل من، پارسا نو بده، من نمیدونم شما دارین راجع به چی صحبت میکنین. ما با صد بار گفتیم بابا این چیزای خصوصی رو توی پیامای خصوصی به هم بدین، توی پیام عمومی، توی چیز عمومی نه، این مهمونی. اومدید مهمونی، حالا مهمونی گرم شده، دو تا که میخوان با هم صحبت کنن، طرف نشسته و اون میگه که راستی شما تو مکانیکی کار میکنی؟ میگه نه آقا مکانیکی چیه، من دفتر خودم رو دارم. میگه خب چی کار میکنی؟ میگه تعمیرات ماشین. مثلا میزنم دیگه، تو مهمونی نمیگه که شما از این ور مهمونی که صدا نمیزنی لیلا خانم عکس من شما از کجا دیدی؟ سوربی میدونه عکس من چیه. لیلا how do you know have you seen my picture؟ دو تا سوال تو هم پرسیده. چی میگفتن سوالا رو وقتی جمع میبستن؟ خدایا نه فارسی درست یاد بلدی نه چیز. فراخوان زرتوش گفتیم بریم سراغ داوود ارشد، این یک وبسایتی داره نه به تروریسم و چیزای قشنگی گاهی وقتی مینویسه، ولی یه اشکالی که وبسایتشون داره میره اون پایین. من فکر نمی‌کنم 100 نفر یک نفر بتونه بفهمه که باید بره اون پایین 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 در قعر. میدونید که صفحه های سایت یا وبسایت بی‌نهایته، یعنی مثل توماره، میشه مایل ها باشه. به همین خاطر شما هستید که باید محدودش کنید، برید یه صفحه دیگه یا بیاریدش بالا، ببندینش، فریم بندی کنید بمانه. ایشون نوشتن که کدام آلترناتیو؟ به قلم داوود باقروند ارشد. چون ما در خارجه درد نداریم. من همین جمله اولش نوشتم آقا شما چرا میگیم ما؟ شما بگید چون من و امثال من. شما وقتی میگیم ما منظورتون کیه؟ چون ما در خارجه درد نداریم، متاسفانه هم درد مردم هم نیستیم. تا این درد مشترک ما را به صفحه به صحنه اکتیو تغییر بکشانه. اکتیو یا فعال. اوکی. خواسته بهتر است بگوییم سفارش. اینا وقتی دوستان هی کلمه ها رو میخوان به جای هم استفاده کنن، بعد هی مجبور میشن پرانتز بذارن، به جای مثلا عکس می‌نویسن فرتور، بعد پرانتز باز کنن بگن فرتور یعنی عکس. آقا اون چیزی رو که من و شما می‌فهمیم بنویسید. در هر صورت آقای داوود باقروند ارشد، این که شما سالها رفتید در سازمان مجاهدین، باورتون بر این بوده که دنبال آزادی مردم هستید، قابل ستایش. ولی از این که راه غلطی رفتین، دنبال آدم عوضی رفتین، که دیگه شما خودت هم شک نداری. خب حالا کسی که راهش غلط بوده، کسی که دنبال رهبر اشتباهی رفته، به نظر من امروز
باید حالا هی بیاد زحمت بکشه که خودش رو فعلا درست کنه، بعد از طرف مردم صحبت نکنی. شما میتونی بگید من بعد از 40 سال امروز به این نتیجه رسیدم که راه ما باید این جنبش باشه، این حزب باشه، مرامنامش اینه، اساسنامش اینه، ملت بیاین به من بپیوندی. اگه 3 نفر به شما پیوستن، بنویس ما 4 نفر، شما و اون 3 نفر، 8 نفر پیوستن، بگو ما 9 نفر، ولی چون ما در خارج درد نداریم، منظور شما از ما اینجا کیه؟ چرا جمع میبندین؟ چرا با این جمع بستنها حرف خودمون رو خراب میکنیم؟ به جایی که بگیم من، یا حتی بگیم که اکثریت خارج نشینا، که هر کی گفت بگیم آقا شما جزء اقلیتی. در اصل من به نظرم این اشکاله. حالا به غیر از این که بهتر است بگوییم سفارش، ما در خارجه به طور تئوریک تغییر و سرنگونی است. البته به وضوح باید گفت که درد مردم ایران نیز به طور مطلق درد ما خارج کشوری ها نیست. بزرگترین شاخص بیدردی ما و همدرد نبودن ما با مردم ایران، پراکندگی آنچه به نام اپوزیسیون خارج نام دارد است. در صورتی که در داخل در صحنه مرگ و زندگی مردم ایران برای به میدان کشیدن همدیگر شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم میدهند، بدون اینکه فکر کنند هر کس برای چه منظوری و با چه فکری با چه مذهبی به میدان آمده است. آقا این که خیلی خطرناکه. مگه همه با هم خمینی پدر مردم رو در نیاورد؟ طرف نمیدونسته برای چی داره میره. شما الان تازه خوشحالی که اینا این کارو میکنن؟ بعد دلیلی که مردم خارج به اپوزیسیون ها باور ندارن چیه؟ برای که شما و آقای رجوی و دیگریان اپوزیسیونی ساختید که بعد از 50 سال کار شده ویدیو ساختن، این بچهای 10-12 ساله که $30 دادن یه پروگرام ویدیو خریدن، میاد میشینه ریش میذاره، مردی که اسمشو گشته پیک شادی، نه به فارسی مینیسه پیک شادی، به انگلیسی هم غلط مینیسه. یه بیچاره ای هم مثل غلام ترشیزی با این همه مدرک، طرف فیزیسته، فیزیست، دکترای فیزیک داره، میاد ویدیوهای اینا رو تبلیغ میکنه. بهش میگن آخه خجالت نمیکشی؟ ای کاش خمینی هم مثل شما احمق بود و نشسته بود ویدیو و تار و تنبک صادر میکرد میفرستاد ایران، مردم هم میخریدن، یه مده فوش میدادن، یه دم برای دوستاشون میفرستادن. اگه این کاری کرده بود هنوز نشسته بود یا تو عراق نوکر صدام بود، از اونجا ویدیو میساخت، یا رفته بود تو فرانسه زیر درخت سیب توی نوفل لوشاتو ویدیو درست میکرد. میگم آقای غلامش ترشیزی، شما که رفتی در این ویلپنت و نمیدونم در این اوورسورواز جشن گرفتی، این همه آدم مفتخور، آدم های فاسد آمریکایی اومدن اونجا، برنامه مجاهدین چیه؟ اگه برنامه مخفیه، اینا چریکن، اینا عملیات تروریستی میخوان انجام بدن که دیگه کسی نمیاد بادبادک هوا کنه، که یا بادکنک، این بادبادک و باد هوا تو شیراز فرق میکنه با اون چیز که شما میگید. بله، خوش به حال این آقا که در خارج درد نداره. منو ببین آقای داوود، آقای باقربند، آقای ارشد، ببین این خانم گلنا، ایشون هم مثل من میگه آقا شما چرا میگید ما در خارجه؟ شما وقتی میگی ما در خارجه، منم جمع میبندی؟ چه حقی داری منو تو خود تو جمع خودتون جمع میبندی؟ بگید کی هستی؟ ما 250 نفر اعضای شرکت فلان. بابا اینجا وقتی میخواد انتخابات بشه، میاد طرف میگه ما ماموران داوطلب آتش نشانی فرفکس برای آقای ایکس یا برای خانم ایگرگ رای میدهیم. مردم میگن بابا اینا به این رای میدن، منم به این رای میدم. نمیاد جمع ببنده همه رو، هیچ کم خودش ندونه کیه. یه جوک خیلی بدی هست که طرف میگه خب دیگه ما رفتیم، میگن ما، شما که یه نفری، میگه نه بابا یه نفر چیه، من هستم، سایم هست، فلان هست، دارم دارم. ایرانیان they always call themselves ما. خب همینه دیگه، همینه اشکالمون، همینه، خودمون سایمون هستیم، میگیم ما. وقتی که نگاه میکنیم یکی آمد گفت آقا کی هستی، میبینیم منم نیستم. طرف اون وقتا وقتی میگفتیم من، میگه آقا تو یه من چی؟
تو کیلو هم نیستی، چارک تو شیراز میگفتن، شما چارک هم نیستی. چارک میدونی چیه؟ چارک 800 گرم. یک چارک و نیم وقه میشه یک کیلو، سه کیلو میشه یک من. بستگی داره این من باشه یا من تبریزی باشه، اونا 6 کیلو. کارمون خیلی خرابه. ما توی واحد، توی صحبت، شما نگاه کنید، من میگم کارمون خیلی خرابه، چون توی این سالها خیلی ها میگن آقای صبحی راست میگی کارمون خیلی خرابه، یعنی اون با من هم عقیده است. اگه یه روزی من گفتم اعضای اونایی که فکر میکنن کارمون خیلی خرابه اینجا بنویسن یک، چهار نفر حداقل میان مینویسن کارمون خیلی خرابه، یک میذارن، این جمع من و تو میشه ما. ولی شما میگید چون ما در خارج درد نداریم، به نظر من نقل قول از جانب دوستان بدون اجازهشون هست. و اما دوستان یهودی، ببینیم آقای اسرائیل رو بهتون نشون بدم اگه بتونم پیدا کنم. بله 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 بله، توی قسمت عکس ها هستم. و اسرائیل، اولا تا اون پیدا بشه شما به من بگید این مرده یا زنه، این پسره یا دختره. این عکس رو بهتون نشون میدم. ببینید وقتی که تبلیغایی میشه، مثلا چرا باز نمیشه، یکم صبر کنید. آها اون عکس پیدا شد، میخواستم دنبال اون بگردم. اینو پریویو بله نگاه کنید. دوستانی که طرفدار اسرائیل هستید، بدونی که اصلا بفهمید اسرائیل هدفش چیه، چی میخواد اینها، وزیر آموزش پرورشش، اوکی، وزیر فرهنگش، نگاه کنید ببینید اینا چه کشوری هست. اولا همه تون با هم به من بگید که اولین کشور مذهبی دنیا کدوم کشور؟ حتی میخوام بگید جمهوری اسلامی. یکم دیگه بیشتر فکر کنید، جمهوری اسلامی 40 سالشه، اونی که 70 سالشه کیه؟ همه با هم گفتید آفرین، اسرائیل. اسرائیل مینیستر کارز فور کیلینگ میگه که بچه های اون غزه رو باید با هواپیمای جنگی همه بچه ها رو کشت. باورتون میشه؟ بچه ها رو وقتی یکی میگه کش یعنی چی؟ یعنی نسل کشی. این آقای علیرضا برای من یه چیز فرستاده بود، یک زن کم سواد و بی سواد آمریکایی که با یه شورتی نشسته بود، از پاش خال کوفته بود. حالا خال هنرپیشه‌ام دارن، خواننده‌ام دارن، احتمالاً خیلی از بچه و فامیلای من و شما هم دارن، ولی وقتی یه خالایی که شما می‌بینی معلومه که این نشه بوده، بردنش یه جایی، حالا چیکار بهش کردن، این بیهوش بوده، خال براش کوفتن و اینا، بمانه. دو تا بچه داره، قولتون میدم اگه ازش بپرسی این بچه‌ها باباشون کیه، نمیدونه کیه، نه باباشون دور برش هستن، یعنی همینجوری عرقش خورده رفته، با یکی خوابیده بچه دار شده. بعد میگه که به اون دوتا نفری که باش مصاحبه میکنن میگه که یه نفر باید بیاد اینا رو بکشه تا با این بچه های من توی دنیا جا داشته باشن. نمیدونم آقای سلیمانی برای من فرستاده اینا، هی یادم میره. ببینید ما تو این دنیا زندگی میکنیم که این آقای اسرائیلی میگه بچه های غزه رو بچه ها باید با هواپیمای جنگی، وار پلینز، با هواپیمای جنگی بریم بکشیم. و دوست ما میگه آقا بهایی ها اگه میگن اینجوری برای که دانشگاه نمیرن. آقا دانشگاه تو خونه هاشون را انداختن، از من و تو دانشجوتر، از من و تو دکترتر، اون مشکل نیست. مشکل اینه که اینا میخوان دخالت کنن. مشکل اینه که آقای حسن فیروزی اومد گفت ما میخوان حکومت جهانی داشته باشیم. مشکل اینه که به دروغ اینا میگن ما کاری به اسلحه نداریم، ولی پیغمبرشون گفته اسلحهاتون رو داشته باشید. ارتش اینا از ارتش سوئد بهتره. شما پول میدی 20 دلار چاقو سوئدی میخری، اینا چاقوهاشون هم نمیفروشن که کسی بفهمه باهایی ها چاقو دارن. نذارید من دوستیمون با این باهایی ها کمی بذارید حفظ کنیم. آقا خب پریویو بذارید من این عکس رو به شما نشون بدم. یک لحظه، ساعتم شد 3:59. گفت که تا چشم زدیم پریویو. بله من واقعا نمیفهمم این
فوتوشاپ مسخره کردن، خودشون درست کردن. یا البته خب بعضی از دخترها هنوز چون صورتشون آرایش نکردن اینا، یه مقداری ممکنه ریشی سیبیلی از این چیزایی که تو مجاهدین زیاد دیدیم، ماشاءالله دیگه ریش پروفسوری هم دارن این خانما. ولی این جالبه، نوشته اگر حجاب ما را به 1400 سال پیش میبرد، برهنگی شما را به عصر حجر خواهد برد. واحد فرهنگی مسجد ال نمیدونم مسجد الحسین یا هم چیزی. حالا جالبه که این اینو گرفته، اینایی که قشنگتر و نمیدونم یه عکس حالا فیس چیز شده، فتوشاپ شده یا هر چیزی. بله آقای سلیمانی، اگه اون ویدیو رو داری لینکشو بذار همینجا، اون ویدیویی که اون خانمه با اون خالایی که کوفته بود میگه که یک جنساید نسل کشی باید بشه، بعد میگه یک بار دیگه، بعد برای که میخواد درستش کنه میگه یه بار باید بیان نسل کشی کنن تا این بچه های من چنین و چنان. اونو لطف کن همینجا زیر اسم خودت بذار، خیلی ممنون. ایشون مثل که تازه اومد در صورت بذاری. یه چند تا عکس دیگه هم هست. آهان، من قرار شد امروز با این آقای زاهد هفت‌لنگم قبل از برنامه صحبت کنم که متاسفانه به خاطر این خیابون میابونا دیر رسیدم و حالا ایشون گفت که برنامه میخواد تو، قرار شده یه لینکی بفرسته، توی اون برنامه ها احتمالاً با هم صحبتی خواهیم داشت. ولی ایشون یه کتابی داره که من تا دیروز نمیدونستم، I who did not die، من کسی که نمردم، و این کتاب به انگلیسی هست، A Sweeping Story of Loss, Redemption and Faith، زاهد هفت‌لنگ and نجاح عبود with مردیت می. آها، این کتاب و اینا وقتی معمولا شما میخواید بنویسی، یه نفر ممکنه به عنوان ادیتور یا چیزی که تو کار کتاب تجربه داشته باشه میاد به اصطلاح به شما کمک میکنه، احتمالا اون خانم مردیت می اون هست. آقای اکبری هم میگه یک چرک میشه دو وقفه. بله، نمه 100 گرمه، سیر 75 گرمه، دو تا نمه میشه نیم وقفه، دو تا نیم وقفه میشه یه وقفه. همش نقل واق واق بوده. بعدم اینم چیزایی بود که قبل از کیلو توی ایران توی شیراز رواج داشت، که بعد که کیلو اینا اومد چقدر واقعا راحت شد. شما میگفتی 200 گرم، 100 گرم، 300 گرم، نیم کیلو، 500 گرم، 1 کیلو، 1000 گرم. بعد همش هم چون 1، 10، 100، 1000 بود، تبدیلش، تقسیمش، ضرب کردن و ایناش آسون بود. ساعت 4:03 است، ما باشیم یه چند دقیقه دیگه، امروز به کسی قول و قرار نداریم. و خیلی ممنون از دوستانی که وقتی من با آقای جلیل مرتضوی مصاحبه کردم گفتن که این خیلی خوبه که شماها بخشنده باشین و به اصطلاح کینه به دل نگیرید. و اون دوستمون از خلیج فارس نوشته بود حالا میفهمیم من چرا با سربی هستم، دلیلش اینه. خیلی ممنون، متشکرم و ببرمتون. اینو قبلا هم بهتون نشون دادم، اونایی که اهل عرق سگی بودن، اول ماجرای عرق سگی تو ایران به این صورت بوده که اون شرکتی که اونا رو وارد میکرده و اینها سمبولش یا عکسش یه سگ روش بوده و به همین خاطر این عرق در ایران به اسم عرق سگی معروف شده بوده. ولی الان گویا توی کانادا، بله ببینید نوشته کاناداز نمبر 1 پرژن سگی. من نمیدونم حالا چرا دو تا جی گذاشته، تشدید گذاشته، ما که نمیگیم سگی، ما میگیم سگی. و بعدم با فارسی اون پایینش نوشته عرق سگی. و اینجا من تو آمریکا ندیدم، product of Ontario. حالا اگه یه وقت رفتیم اونورا به دوستان میگیم بگیرن، ما هم میخوریم، امیدواریم چشمون کور نشه، چشمون چپ نشه، از همش سالمتر همین آبجو خودمونو شرابه. و اما اینم آقای ترامپ، عکسش در در فنلاند که نشون میده که دست در دست پوتین و هفتیر برداشته و انکل سام یا اموسام آمریکا رو شوت کرده با این موهای خوشگل و زیباش. و
بابا اقلا از این پوتین یاد بگیر، آقا مو نداری کوتاهش کن، مرتب کن، این چیه گذاشتی رو سرت مردک؟ بچه هاشم انقدر احمقن یکی بهش نمیگه خب مرده که، ما که میدونیم قلابیه، همه که میدونن قلابیه، حالا بعضی ها میبینی یک کلاگیسی گذاشتن سرشون یک قشنگی داره، این چیه؟ از این جلو چرخوندی بردی اون پشت، هر وقت هم میری هواپیما باد میزنه مثل دامن زن بشار اسد که رفت بالا شورتش پیدا شد، اقلا اون رفت بالا شورتش پیدا شد، ما رو تو میری بالا کله کچل زشت مزخرفت پیدا میشه. اینم از این. خب دوستان عزیز ببینن قیصر روسیه فراخوان زرتشتی کشته شدن تروپیانته، چون بچه های این احمق ترامپ و شارلاتان ترامپ هم دوست دارن میرن این حیوانای بیچاره رو میکشن و ور میدارن میارن، بعد سرش رو آویزون میکنن، بدنش رو آویزون میکنن، پوستش رو میندازن توی آفیسشون و اینها، من متوجه این نمیشم. آقای اکبری با فارسی نوشته اسرائیل، خانم گلنار به انگلیسی نوشته اسرائیل، بعد دوباره یه دوست دیگه با فارسی نوشته اسرائیل، اصلا من نمیفهمم منظورتون چیه، اب نداره، ولی بریم پایین اینو بهتون نشون بدم. و وقتی من اینو نشون دادم یا گذاشتم روی فیسبوک، خیلی از دوستان نوشتن که دلمون خنک شد یا خنک شد نوش جانش، نشان میده یکی ریده سرش. چارک رو نمیدونم چقدر وقت هم بهش اضاف شد، واحدهای اندازگیری شاه شاویز ویزک. آره دیگه اینجوری ما سنمون رو لو دادیم، چارک دوتا دو وقته میشد یه چارک، و چون نیم وقته چارک 800 گرم بود، دو وقته 4 تا نیم وقته 8 تا نمه یا 8 تا 100 گرم. خب ببین اینجا تروفی هانتر، تروفی هانتر کلن تروفی، این جایزه هایی که میدن مثلا فلانی فوتبال برنده شده یه چیزی بهش میدن، به اینا بهش میگن تروفی، حالا تو ایران یادم نیست چی بهش میگفتن. اینا که میرن مثلا شیره رو میکشن اونجا هم تازه توی لاندیبری سوار میشن، 4 تا آفریقایی مواظبشون اینا، ولی این یکی دیگه پاشو فراتر گذاشته، نزدیکتر رفته، فکر کرده دیگه خیلی شجاعه، خیلی شجاع، همانو گویا شیر آمده و تکه پارش کرده و خورده، و دوستای دیگه‌ش هم زنگ زده گفته بیاین که مهمونی هست. بله تروفی هانتر این مول یعنی چیز شده، میگه کسی که تیک تیکش میکنن این حیوانا. ببینید این خبرنگاری هم هست، ساوتلند پست اسپورت اند نیوز، بله میگه که اند ایتن، و خورده شد به وسیله یک شیری که این جانوری که با تفنگ رفته بود اونجا بچه این شیر رو کاپ، یعنی بچه مثلا خرس هم بچه‌ش میگن کاپ، بچه این شیر رو کشته بوده، شیرم حمله میکنه و این آقا رو تیکه تیکه میکنه و میخوره با دیگران. و ببینیم که بله اینم اینجا میبینیم این شیرها با بچه هاشون، و اینجا هم حالا نمیدونم این عکسه واقعا این همون عکسی که دارن اونو میخورن یا چی، همه میگن خوبش شد تا تو لانه زنبور دست نزنه. شما پرسیدی اولین کشور مذهبی کدومه، دوستان نوشتن اسرائیل. اوکی باریکلا باریکلا. ببینید یه چیزی براتون بگم، تو کارت رادیو تلویزیون وقتی شما شروع میکنی حتما اینو دقت کنید، الان میبینید یه مصاحبه هست، طرفی که سوال میکنه شما نمیبینیش نه سوالش رو متوجه میشی، ولی کسی که جواب میده اون سوال رو میگنجونه در چی؟ در جوابش. مثلا میگه چون شما پرسیدید که آمار ایرانیا اینجا چقدره، 100,000 نفر دیگه، شما لازم نیست سربی رو دیده باشی با میکروفون یه ساعتم سلام و احوال پرسی و استاد عالی جناب آمار ایرانیا چقدره. وقتی من اینجا سوال میکنم این دوستان باید بنویسن اولین کشور مذهبی اسرائیل، سه کلمه اضافه تر می نویسم، ولی من نیم ساعت مغزم اینجوری البته اب نداره، مغز ما رو ماساژ میده. دوستان عزیز حمایت فراموش نشه، مخصوصا دوستان، گفت ما زیاران چشم یاری داشتیم، اونی که دشمن دو بعد از ظهر احمق، دو بعد نصف شب احمق میاد خونه میبینه زنشو طلاق داده، مادرشو نمیدونم باهاش قهره، نمیدونم بچه هاش محلش نمیذارن، میشینه تلویزیون نگاه میکنه، بعد وای میسه فوش میده، اون که نمیاد حمایت کنه.
بله من دارم کسایی که طرفدار پادشاهی هستن و حمایت میکنن از برنامه من، چون اینا اون فلسفه ای رو دارن که دکارت بوده کی بوده گفته که من حاضرم جونم رو بدم ولی تو آزاد باشی، که تا حالا ندیدیم همچین چیزی. از اون ور میبینم دوستان میان، به به سلام درود خوش آمدید، این مجید نوشته بود درودها سلامها، ولی حمایت متاسفانه نمیبینیم. باور کنید بارها گفتم نه من به 10 دلار شما محتاجم، نه 10 دلار 5 دلار شما منو پادشاه میکنه، ولی وقتی میبینم اون آقای ابراهیم با اون دست لرزون میاد یه نامه مینویسه 30 دلار پول میفرسه، این باعث میشه که من نگم بابا ولم کن، برای خرون چه کابرم چه زعفرون، در مثل مناقشه نیست. روز روزگارتون خوش، برنامه رو پی میگیریم. اگر شما جز اون قسمتی هستی که سرورایی که با MMS و HTTP و HTTPS کار میکرده شما کار نمیکنید، دارم روش کار میکنم دیگه، با این سواد الکن و با این نمیدونم نیروی 62 سالگی و اینها باید ببخشید. حالا به کسی میگن ببخشید که مثلا طرف پول داده خوراک اوردر داده، وقتی میاری میگه آقا این که سوخته است، میگه ببخشید، یا میگه برو پسش بده. نمیدونم چی بگم واقعا. هرچی ما میگیم آقا یکی بیاد همکاری کنه نمیان. به مجید گفتیم میگه گرفتارم، به سعید گفتیم میگه من تو قسمت مدیا خیلی وارد نیستم. حقیقت گاهی وقتا نمیدونم چه باید کرد. پس رسیدیم به همون موضوع اول. یه دوستی برای من نوشته که آقا این کنار برنامه‌تون بنویسید موضوع برنامه چیه. گفتم آقا ما رو گرفتی، ما از اول برنامه شروع میکنیم تا آخر برنامه درباره 1001 موضوع صحبت میکنیم، آخرش هم نمیفهمیم کدوم موضوع به کجا تموم شد. پس شد چی؟ همون ماجرای مثنوی 70 من میشود. اینم یکی برای من پیدا کنه از کجا اومده. من شنیدم 70 تا من نه 70 من وزنی و کتاب و اینها. First religion government was Christian in اروپ. نه آها، مذهبای اونجوری. درست میگه، خب درست میگه. فرخ میگه که اولین دولت مذهبی کشورهای اروپایی بودن، اینو درست میگه. ولی با همه اینها دیگه اینجوری بی حیا مثل اسرائیل و مثل ایران، اون نمیگفت اسرائیل کلیمیا، این یکی هم بگه چیز. حالا بهایی‌ها که انقدر آزادمنش هستن، ببینیم در قلب اسرائیل، بله میدونیم بهایی‌ها زودتر از اسرائیلی‌ها رفتن اونجا و دست سرنوشت اسرائیل آورد انداخت دورشون، ولی اینا دورتونن، اینا نزدیکتونن، چرا اونجا صداتون در نمیاد؟ این بچه‌ها رو میکشن، این خانواده ها رو تجاوز میکنن، میرن میزنن، قصف میکنن، چرا اونجا صداتون در نمیاد؟ و شما هم حالا ما مثل شاه نیستیم بگیم اگه راضی نیستی بلند شو برو، ولی آقا خب یه جایی که اذیت میکنن مهاجرت رو برای این ساختن. برین کشور هندوستان، رفتین براشون نیلوفر ساختید، برید هندوستان، شما هم مثل اونا 1 میلیاردن، چقدرن؟ شما هم از فردا تو خیابون بخوابید، تو خیابون دنیا بیاد، تو خیابون هم از دنیا برید. یا بیاین آمریکا این نوادا رو آباد کنید، صحرای نوادا پر مواد اتمی هم هست. ساعت 4:13 است، ما بس دیگه، دشمن به اندازه کافی برای خودمون اضافه کردیم و درست کردیم، از این لحاظ هیچ کمبودی نداریم. طرف گفت آقا یه دوست میخوای درست کنی باید مدت‌ها صحبت کنی، ارتباط برقرار کنه، اطمینان داشته باش تا بشه دوستت، ولی دشمن میخوای بیا با من الان بریم تو خیابون، هر کی وایسته اونجا میگم فلان فلان همتون یا فلان فلان ننتون، ببین همه دشمن میشن. گفتم خب این که آسونتره، ما راه آسونترش گرفتیم. در هر صورت اگر با من نباشم، نه اگر با من نباشم میشوم تنها ترین، کیست با من گر شوم من باشد از من ما ترین. آقا نکن ما رو گیج نکن. این شعرهای یادمه یه بنده خدایی ازش خواستم که کتاب مثنوی و شمس تبریزی و اینا رو برای من بفرسته، با زحمت از ایران فرستاد و پست کرد و اومد، ما اومدیم باز کنیم بخونیم، دیدیم بابا این نمنم نمن منم اون تو بابا، گفتیم آقا ببندش. همین سعدی و حافظ و فردوسی اینا راحت تره. آقای سلیمانی اینجا دوستان اون نوشته استاپ
دی جی ترامپ، نمیدونم این همون ویدیو یا نه، بالاخره یه لینک گذاشته، رو لینکش کلیک کنید و ببینید چیه. اگر اون ویدیو نباشه سعی میکنم ویدیو رو بیارم تو سیستممون و روز جمعه بهتون نشون بده. جمعه سعی میکنم ساعت 2 اینجا باشم و با کسی قرار ندارم. دوشنبه با یه دوست پناهجو از دانمارک قرار دارم، دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. اگه آقای امیر حسین لادن اون کاری که داره انجام میده به اصطلاح تموم شده باشه، بتونن با ما باشن، با ما خواهند بود، ولی جوابی درباره اون چیزه نشنیدم. و بالاخره امروز 100 سالگی، اصلا ریممبرینگ نلسون ماندلا، 100 سالگی آقای نلسون ماندلا، اون زندانی سیاسی آفریقای جنوبی رو به شما تبریک میگم. میگه باز نمیشود از اینجا متاسفانه. میدونی با چی کار کنی؟ فکر کنم باید بری رو صفحه اصلیش که این خراب کرد فیسبوک. و وقتی من میگم فیسبوک کوفتی، یه بیسوادی که احتمالا شاهولاییه، هی میگه آقا چرا به اینا میگه کوفتی، میگم آقا بلد نیستی. این فیسبوک اون وقتا که مسنجر درست کرد، شما وقتی میزدی مسنجر بود، بعد میزدی میگفتی اینو میخوام از مسنجر باز کنم، حالا میزنی میگی میخوای اسمتو عوض کنی، مرض داریم اسمونو هر روز عوض کنی. در هر صورت اینا اشکال فیسبوک هست. و حالا خوبه تو میفهمی آقای علیرضا که یه بار یه ویدیویی رو میخوای شیر کنی با دوستان نشون بدی چه مشکلاتی داری. بله، میگن در این مثنوی مولانا 70 من به کار رفته است. خیلی ممنون آقای ابراهیمی از این پشتکارت، ممنون، متشکرم. پس 7 من کاغذ و 70 من کاغذ و اینا نبود، یه چیزی بود در شیراز، اون دروازه قرآن، میگفتن این بالا میبینی پهلو خاجوی، نمیدونم کرمانی، یه قرآنی هست که یه برگش 7 منه، همش هم 7 منه. حالا من نمیدونم اون بالا کی ترازو بردود بکشه از این مزخرفایی که ما اونجا نه بالا هیچ وقت رفته بودیم، نه قرآنی دیدیم، نه چیزی. الان که دروازه قرآن کشیدن این وقت قشنگ عکسای بسیار عالی شده تفریحگاه. این جاییه که تو دوره شاه میگفتن آقا امکان نداره اینجا چیز کنه. شیرازی که تو دوره شاه میگفتن امکان نداره قطار بکشن، این آخوندها قطار کشیدن. لابد فردا ما بدهکار اینا میشیم. یه پل ورسک ساخته آقا رضا. حالا ما هی باید هر روز دور نماز که میخونیم السلام علیکم یا رضا قلدر میر پنج، تنکیو فور پول، تنکیو فور فلا. حالا از فردا باید برای این پدر سوخته ها، برای تلفن نمیدونم فلان و کامپیوتر و اینا، هی میگن آقا دیدی آقا زاده ها لابد یقه اونو میگیرن، آقا دیدی پدر من چجوری قطار آورد شیراز. روز روزگار بر شما خوش. من هرچی بیشتر حرف بزنم باز شما هم هی حرف میارین، حرف تو حرف، و وای میسیم میشم برنامه های قدیم. ما اون وقتا 7 ساعت 8 ساعت برنامه اجرا میکنیم، بعد طرف زنگ میزن میگو آقا خدا ذلیلتون کنه دارم میرم سر کار خوابم، و تقصیر شما هان که دیشب تا صبح برنامه داشتین، از کالیفرنیا می نشستن و همشون میگفتن خاک تو سر این تلویزیونای کالیفرنیا، شما که اینجا هستین 3 ساعت از ما جلوتر و پیرتر هستین، تا ساعت 2 صبح 3 صبح برنامه میذاری، اینا همشون 9 شب ول میکنن میرن کازینو و قمارخونه و اینها. گفتم خب ما مگه وضعمون خوب بود قمارباز بودیم شاید میرفتیم، شانس آوردیم پول نداریم نشستیم اینجا. مرسی که با من بودی، تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.